سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، ما برگشتیم با مبحث اوراق. امشب میخوایم در رابطه با اوراق با شما صحبت کنیم. مناظره داریم بین دکتر صادقی همدانی و دکتر صدوندی. انشالله که مطالبی که گفته میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و برای دوستان مفید باشه. آقای دکتر صدوندی سلام، حال شما خوبه؟ در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت میهمان محترم برنامه و همچنین سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دوستان عزیزی که به این دایو اینستاگرامی پیوستن. در خدمت شما هست. من جسارت میکنم از آقای همدانی یه وقتی رو اگر اجازه بدیم بگیرم، من یه نکته ای رو بگم و دیگه انشالله مناظره رو شروع بکنیم. واقعیتش اینه که حالا از زمانی که من درخواست دادم از دوستان عزیز، هم دکتر صدوندی عزیز و هم دکتر صادقی همدانی، یه قراری رو گذاشتیم. قرار شد که من در این برنامه بی‌طرف باشم، اگرچه خب شاید نظراتی داشته باشم، ولی قول میدم که بی‌طرفی حفظ بشه و سعی کنم به عزیزان به یک اندازه وقت بدم و انشالله حالا مبحثی که داریم برای مردم جا بیفته. واقعیتش فقط تنها خواهشی که از دوستان دارم اینه که یه مقداری با زبان ساده تر با مردم صحبت بکنیم. فکر میکنم یه بحثی که الان مونده، اگه اجازه بدن آقای دکتر صدوندی، بحث رو با آقای همدانی ما تموم بکنیم در رابطه با تاثیر اوراق و بازار سرمایه بود، بعد دوباره این سوالا رو از آقای صدوندی هم دوباره من میپرسم. آقای همدانی در خدمت شما هست. خواهش میکنم. قبل از هر چیز اجازه بدید بنده هم سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت مهمان ارجمندتون آقای دکتر صدوندی عزیز و در ادامه پاسخ به سوال شما در خصوص تاثیر بر بازار سرمایه. ببینید، واقعیت قضیه پاسخ به این سوال به شکل کلی امکان پذیر نیست. یک سری متغیرها تاثیرگذارن که ما باید همه اینها رو به طور سیستماتیک و به طور همزمان در کنار هم در نظر بگیریم. یعنی یک الگوی ذهنی از اقتصاد کلان لازم داره پاسخ به این سوال. البته این بحث بین بنده و آقای دکتر صدوندی مسبوق به سابقه است و فکر میکنم در برنامه چشم انداز انتهای برنامه بود که در واقع خب اونجا میدونید اصلا بحث چیز دیگری بود، یه به اصطلاح فتح بابی شد و خیلی خوشحالیم که اینجا داره ادامه پیدا میکنه. ببینید، بر اساس خب توی ادبیات واقعیت قضیه همونطور که آقای دکتر هم تو اون برنامه اشاره کردند، توی ادبیات دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه قائل به این هست که اگر نرخ رشد اقتصادی، من به قلب بحث حمله میکنم، یعنی دیگه خیلی تفره نمیرم، سعی میکنم دایره رو از وسط پر کنم. ببینید، یک بحث اینه که وقتی که نرخ رشد اقتصادی کمتر از در واقع نرخ بهره اوراق بدهی میشود، نرخ بهره اسمی اوراق بدهی، اونجاست که دیگه در واقع فرایند دینامیک انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق اوراق بدهی ممکن است که در واقع دچار اختلال بشه یا اصطلاحاً ناپایدار باشد. یک دسته دیگه از مطالعات در ادبیات اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هستند که حالا تاکید آقای دکتر صدوندی عزیز هم بر این دسته از مطالعات هستن که قائل بر این هستن که اگر نرخ رشد اقتصادی که عرض میکنیم دوستان، منظورمون نرخ رشد درآمد ملی هست، حالا ممکنه عزیزان نرخ رشد GMP مثلا، نرخ رشد درآمد ملی اگر کمتر از نرخ بهره واقعی یا حالا ترجمه شده نرخ بهره حقیقی real interest rate، ما با تفاوت نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم، اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره حقیقی کمتر باشد، آنگاه فرایند دینامیک در واقع عرض کنم که انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی به شیوه اوراق بدهی به بن‌بست برخواهد خورد. حالا صرف نظر از این که کدام یک از این دو دیدگاه درست باشن، شما این دو دیدگاه رو در یک کاتگوری قرار بدید. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاهی وجود داره که میگوید اگر نرخ رشد اقتصادی بیشتر از نرخ بهره واقعی باشد، شما در فرایند تأمین مالی و فرایند دینامیکی انتشار اوراق بدهی هیچ مشکلی نخواهید داشت و میتونید این قضیه رو به طور مستمر ادامه بدید و همینطوری دولت روی فرایند انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی مخارجش یا احیانا کسری بودجهش حساب بکنه همیشه.
و همواره میتونه بدهی دوره این دورش رو از محل انتشار اوراق بدهی در دوره آتی تأمین مالی بکنه. چرا؟ چون نرخ رشد اقتصادی بیشتر است از نرخ بهره حقیقی یا اسمی. حالا اون دیگه یه اختلاف نظر تخصصی است که راجبش میشه صحبت کرد، کاری با اونش نداریم. به عبارت دیگه، به زبان ساده تر چه میگه این ارتباط، این معادله یا این در واقع نامساوی؟ به طور دقیق تر اگه بخوایم عرض کنیم، حرف این نامساوی این است که آقا برای یک اقتصادی که روز به روز داره منقبض تر میشه، اگر نرخ بهره کمتر از نرخ رشد باشد، شما دیگه بدون احتیاط نمیتونی بیشتر، عذر میخوام، اگر نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، شما دیگه بی احتیاط نمیتونی روی اوراق بدهی حساب بکنی. عنایت دارید؟ و در مقابل دیدگاه دیگه که سرش هیچ گونه اختلاف نظری وجود نداره، اینه که میگه اگر اقتصاد رشد داره و این نرخ رشد بیشتر از نرخ بهره هست، شما مشکل ندارید، میتونید از این اوراق بدهی استفاده کنید. حالا این چه ارتباطی داشت به پاسخ به سوال شما؟ در اون کاتگوری اول که نرخ رشد کمتر از نرخ بهره میشود، دولت طبیعی تمام کسری بودجهش رو نمیتواند از محل انتشار اوراق بدهی تأمین مالی بکنه. چه اتفاقی میفته؟ سه تا راه حل داره دولت. یک، تکسیشن، یعنی اینکه فشار مالیاتی بیاره، نرخ‌های مالیاتی رو افزایش بده. شما دیدید آقای دکتر خاندوزی عزیز در مجلس شورای اسلامی موقعی که می‌خواستن از خودشون دفاع بکنن برای جلسه‌ای که رأی بخواستن بیارن، قول اینو دادن که نسبت مالیات‌ها در کشور به جی دی پی 1.5 برابر بشه در انتهای دولت اول آقای رئیسی. خب بنابراین اگر دولت در انتشار و تأمین مالی از محل اوراق به مشکل بخورد، که گفت عرض کردم خدمتتون تحت چه شرایطی این اتفاق میافتد، دولت در گام اول فشار مالیاتی میاره. خب فشار مالیاتی قطعاً به ضرر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه هستن. چرا؟ چون که حاشیه سود اونا رو کاهش میده، به ویژه که ما هم عمدتاً میان و EPS رو متاسفانه هدف قرار میدیم. یه مشکلی که متاسفانه یه فرصت بهبود و اصلاح مالیاتی که ما متاسفانه همواره در کشورمون وجود داشته و که بیشتر کمتر بهش توجه شده، متاسفانه اینه که EPS متاسفانه هدف قرار گرفته. محل دوم، اون ستاره که داشتی میگفت قسمت دوم، بله قسمت دوم اینه که دولت دامنه مخارجش رو کاهش بده. یعنی که دولت وقتی نمیتونه منابع لازم برای تأمین مالی کسری بودجه یا مخارجش رو تأمین بکنه، یه راهش اینه که به قول سعدی میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر ران، به زبان خیلی ساده. و راه حل سوم که متاسفانه در دهه های پیشین بسیار در اقتصاد ایران مورد استفاده بوده، متاسفانه استقراض از بانک مرکزی بوده که این به عنوان یک دارایی در ترازنامه بانک مرکزی میاد، بده که دولت به بانک مرکزی، باعث میشه که بانک مرکزی به پشتوانه، عرض کنم که منابع پای پولی که داره، مصارف پای پولی رو افزایش بده، حجم نقد پای پولی رشد کنه، نقدینگی افزایش پیدا بکنه، که میاد باعث شکلی یک تقاضای کاذبی در اقتصاد میشود که ما به ازای واقعی ندارد و بنابراین طبق معادله وال راس باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود، که این اتفاق بسیار نوگواری است. بنابراین اگر دولت ها در تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی به مشکل بخورن، سه تا راه حل دارن اگر جنبندی بخوام بکنم. یک، افزایش مالیات ها، فشار مالیاتی که شما در نظر بگیرید برای یک اقتصادی که زیر بار فشار تحریم هاست، رتبه کسب و کارش در دنیا از بین بیشتر 180-90 کشوری که بانک جهانی شاخص سهولت کسب و کار رو منتشر میکنه، رتبه بهتر از 127 و 128 نبوده است، چه فشاری میاره؟ خب این طبیعتاً حاشیه سود رو کم و کم و کمتر میکنه. عنایت بفرمایید که بعضی از شرکت های ما در شرایط تحریمی الان فقط در خصوص هزینه هم نسبت به رقبای دیگه بین المللیشون دارن بعضاً 150% بیشتر هزینه هم میدن. اساساً مگر یک فعالیت کسب و کار چقدر حاشیه سود داره که ما بخوایم اونقدرش رو به واسطه تحریم ها از دست بدیم، اونقدرش رو به واسطه فشار مالیاتی و غیره؟ پس یه مسیر تاثیرگذاری از این محل است.
محل دوم که خب کاهش مخارجه که دولت‌ها به طور سنتی در اقتصاد ایران نشون دادن خیلی تو مدیریت هزینه و برقراری انضباط مالی متأسفانه موفق نبودن، و مسیر سوم که متأسفانه بسیار متداول بوده استقراض از بانک مرکزی بوده که فشار تورمی میاره و تاثیر تورم هم که بر بازار سرمایه همه دوستان میدونن باعث رشد تورمی خواهد شد. منتها یه نکته‌ای که میخوام تاکید کنم روش این هست که اقتصاد ما متاسفانه دچار بیماری رکود تورم است. رکود هدف کنترل تورم نباید ما رو از مسئله رکود، توجه به مسئله رکود دور بکنه. ما بعضا در جهت تامین مالی کسری بودجه دولت به روش‌های غیر تورمی کارهایی می‌کنیم که باعث تعمیق و تشدید رکود میشه، و این تشدید رکود مستقیما روی سرمایه گذاری تاثیر میذاره و مستقیما روی عرض کنم که شرکت های که در بورس اوراق بهادار تهران، در بورس تهران حضور دارن، به اون تاثیر گذاست. اجازه بدید من در این حد بسنده بکنم. شنونده فرمانده دکتر باشین، بعد در خدمت شما خواهم بود. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. من همین سوالو عیناً از آقای دکتر صدبندی هم بپرسیم که تاثیر اوراق بر بازار سرمایه به نظر آقای دکتر صدبندی چیه. در خدمت آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجددا خدمت جناب آقای دکتر صادقی همدانی هم سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان عزیزم مجددا سلام عرض میکنم. ببینید، من اولا خوشحالم که شما زحمت کشیدید، بانی خیر شدید. این بحث رو که توسط فعالان عزیز بازار سرمایه باز مجددا رو اومده و مطرح شده رو شما به یک در واقع بحث علمی تبدیل کردید، خیلی من سپاسگزارم. فعالان بازار، خودم جز فعالان بازار هستم، از سال 71 در بازار بودم، فقط هم مختص ایران نیست، در سراسر دنیا نگرانی دارن، نگرانی جدی هست. دقیق می فهمید. من یه زمانی در امریکا بودم، اونجا می گفتن که کسانی که در کار فایننس هستند بالاترین درصد سکته در سن زیر 40 سالو دارن، به خاطر استرس، به خاطر مشکل. دقیق می فهمید. سعی می کنند که، تلاش می کنند که جهت سیاست گذاری ها رو به نحوی تغییر بدهند که وضعیت اقتصاد کشور در واقع اصلاح بشود، یا اگر وضعیت اقتصاد کشور اصلاح نمی شود، وضعیت بازار سرمایه حداقل اصلاح بشود. منتها مسئله اینجاست که برای سیاست گذاری نیاز به دو اصل داریم، یکی علم هست، یکی تجربه هست. دوستان عزیز بسیاری مواقع دیده میشه تجربه بین المللی ندارن، تجربه شون هم در بازار سرمایه ایران به یک سایکل بیشتر بر نمیگرده. مثلا از سال 94 طرف شروع کرده به سرمایه گذاری، تلاش کرده، فرد بالاخره باهوشی هم بوده، تعداد زیادی هم مثلا سبد جمع کرده، الان با شرایطی مواجه شده که مثلا سبدها به طور متوسط یه چیز شاید بالای 50% زیان دارند، یعنی الان در بازار سرمایه. این هست که تلاش میشه بازار رو نجات بدن. بعضی از سیاست‌هایی که در پیش میگیرن، بعضی از ایده هایی که مطرح میکنن بسیار مفید هست، بسیار میتونه کمک کنه به اقتصاد، اغلب اینطور هست ولی اشتباه هم میشه. دقیق میفرمایید. مثال میذارم خدمت شما، من تقریبا ندیدم کسی از فعالان بازار با دامنه نوسان نامتقابل مخالفت کنه. این دامنه نوسان نامتقابل اجرا شد، همه مخالفش شدن، در عمل دیدن که نتیجه نداد، اگر خاطرتون باشه. یا مثال دیگه میذارم خدمت شما، در تیر 1399 بنده چون نمیتوانستم که خیلی صریح مخالفت خودم رو علنی اعلام کنم در زمینه شرایط بازار سرمایه، در پشت صحنه بنده خیلی تلاش کردم که سیاست‌های اقتصادی کشور اصلاح بشه، اما علنی نمیتونستم اعلام کنم. بنده در تیر ماه 1399 اعلام کردم که به پایان آمد، این دفتر حکایت همچنان باقی است. هم در همین کانال اینستاگرامی بنده این مطلب هست، هم در کانال تویتر بنده هست، هم در کانال تلگرام بنده هست. اون زمان فعالان بازار عمیقا معتقد بودن که پیبهی بازار کم است و در واقع اگر کسی نرخ در واقع شاخص 8 میلیونی رو مطرح میکرد کسی مخالفت نمیکرد. اینها مواردی هست، البته موارد مثبت زیاد بوده، اینکه فعالان بازار تأکید دارن، تلاش دارن که قیمت‌های دستوری حذف بشه، مورد تقدیر بنده بوده، و موارد متعدد دیگری که تلاش کردن، مثل مثلا اینکه سامانه سجام همه گیر بشود. اینها تلاشی است که فعالان بازار ماشاءالله همه با هم دارن انجام میدن، امیدواریم به نتیجه برسد و من تقدیر میکنم از اینکه یک هم افزایی وجود دارد. اما بحث جدیدی که
که مطرح شده و بنده به عنوان یک متخصص اقتصاد به عنوان یک فرزند این ملت تلاشم این هست که به بیراهه نرویم. مسئله اوراق است. افسانه های متعدد در مورد اوراق مطرح شده. البته ما ایرانیان ببینید خیلی در این زمینه ید طولا داریم. یک زمانی قند به این کشور آمد یا چای به این کشور آمده و خیلی ها مخالفت کردند. خیلی ها تصور میکردن که اینها مثلا ابزار کفر هست یا نجس هست یا قابل خوردن نیست. بعد حالا مثلا یک فردی گفته آقا این قند رو بزنید تو چای مثلا پاک میشه میتونید بخورید. مسئله حل شده. الان مثلا کسی شاید یک نفرم در میون 85 میلیون ایرانی داخل ایران، 5 میلیون ایرانی خارج از کشور، فکر نمی کنم یک نفرم باشه که بگه قند مثلا خوردن قند حرام است یا خود نوشیدن چای حرام است. دقیقا ما با هر ابزار جدیدی به طور سنتی به عنوان کشوری که اولین تجربه کشورداری رو در دنیا داشتیم، کشور ما بیش از 5000 سال سابقه تمدن داره، سابقه کشورداری داره، ما معمولا با مظاهر پیشرفت ها، مظاهر تمدن مقابله کردیم. این واقعیت کشور ماست. مسئله اوراق هم و عملیات بازار باز هم استثنا نیست. زمانی که من 5 سال پیش عملیات بازار باز رو سعی کردم جا بندازم و به یک مطالبه ملی تبدیل کنم که هنوز که هنوز انجام نشده، در عمل این عملیات بازار بازی که داره انجام میشه، این کریدور نرخ بهره‌ای که ما در بانک مرکزی تشکیل دادیم با اونچه که باید باشد تفاوت ماهوی داره. ولی خب بالاخره اون قبهش ریخته شد. در ابتدا میگفتن که این عملیات بازارباز یک طرح شیطانی است. من خبر دارم، نامه ای نوشته شد که اعلام کردن توطئه دشمن هست عملیات بازارباز. دقت میفرمایید. و الان خدا رو شکر یک مقداری تونستیم با تلاش مطلب رو جا بندازیم. در مورد اوراق هم همین هست. برداشت بنده این هست که اوراق میتواند بسیار برای کشور مفید باشد. سالیان سال هست که تلاش کردم که این مسئله رو جا بندازم. اتفاقا در بهمن سال 1398 قبل از اینکه شاخص بورس خیلی رشد کنه، اگر شما دوستان خاطرتون باشه که احتمالا نیست، من در مرداد سال 1397 نامه نوشتم به سران قوا که از طرف انجمن اقتصاددانان آقای دکتر لطفعلی بخشی امضا کردن، عرض کردم تنها بازاری که آندر ولیو هست بازار بورس هست، بازار سهام هست و سعی کنید منابع رو به سمت بازار سهام هدایت کنید که اگر این کار رو نکنید دچار ابر تورم خواهید شد. و واقعا واقعیت این هست که بازار سهام ما خیلی در واقع دین گردن اقتصاد دارد. اگر بازار سهام نبود، اگر رشد بازار سهام نبود، اگر نقدینگی جذب بازار سهام نمی‌شد، ما با مشکل بسیار جدی تورمی مواجه می‌شدیم. اما خب از اون طرف هم من در بهمن سال 98 تعداد زیادی از اقتصاددانان برجسته کشور بنده افتخار داشتم به همراه، البته به طور مجزا ما رو دعوت کرده بودن به عنوان اقتصاددانان پولی کشور، بنده و آقای دکتر تیمور رحمانی در وزارت اقتصاد حضور پیدا کردیم. اونجا هر دوی ما تأکید کردیم بر این مسئله که باید اوراق منتشر بشه، باید سهام ارائه بشه. من به تجربه این رو داشتم، در کشورهای دیگه این تجربه رو داشتم که و هم در ایران این تجربه رو داشتم در سال 1375 که بازار وقتی رشد بکنه، وقتی شما ببینید که در کارگزاری ها صف کشیدن، مردم میخوان کد بورسی بگیرند، این نشانه خطر هست. و اون زمان هم من یک عکسی رو از کارگزاری، از شعبه کارگزاری آگاه در قم اونجا نشون دادم که صبح همون روز این عکس گرفته شده بود و در خبرگزاری ها منتشر شده بود و این تازه هفته اول کرونا بود. و من عرض کردم که ببینید پول با جون فرق میکنه. فرد حاضر جون خودشو بده ولی حاضر نیستن افراد پول خودشونو بدن. این کاری که داره انجام میشه، این مسیری که داره در جلو میره، مسیر مناسبی نیست. همون زمان عرض کردم که تا اونجا که میتوانید سهام عرضه کنید و اوراق عرضه کنید، سعی کنید که از این بازار رو تثبیت کنید و این اجازه بدیم که این رونق بازار تا 3 سال ادامه پیدا کنه. برداشت من این بود که تا 3 سال میتوانستیم رونق بازار رو داشته باشیم، همین سطح شاخص امروز رو میتونستیم داشته باشیم بدون اینکه قله 2,100,000 رو بزنیم. دقت میفهمید؟ این یک مقدمه بود خدمتتون عرض کردم. در مورد اوراق ببینید در دنیا واقعیت این هست که تنها ابزار تأمین کسری بودجه اوراق هست. یعنی فرمایشاتی که جناب آقای دکتر همدانی فرمودند در دنیا اینها مطرح نیست. یعنی در دنیا استفاده مستقیم از پای پولی به عنوان در واقع ابزاری برای تامین کسری بودجه اصلا مطرح نیست به طور مستقیم. البته به طور غیر مستقیم از طریق بازار ثانویه اوراق. چرا؟
اتفاقا همیشه مطرح هست، همیشه باید پای پولی تزریق بشود. این مسئله که این در ماه مرداد و شهریور امسال اتفاق افتاد که ما رشد پای پولی بسیار سنگینی داشتیم، بعد یه دفعه این رشد رو به صفر تبدیل میکنیم، این اصلا شگون نداره، این مبارک نیست برای اقتصاد ما، این مشکلات بسیار جدی برای اقتصاد ما به وجود خواهد آورد. دقت میفرمایید، ببینید مسئله اوراق، این یک نکته رو من باید خدمت شما عرض کنم. چرا اوراق به نفع بازار سرمایه هست؟ دلیلش این هست که فعالان بازار اوراق متفاوتند از فعالان بازار سهام. دقت می‌فرمایید، ما دو نوع سرمایه گذار در اقتصاد داریم. یک سرمایه گذاری که ریسک پذیر هست، ریسک پذیری بالا دارد. تلاش ما این است که این سرمایه گذارانی که ریسک پذیری بالا دارند رو به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم. البته تلاش ما، منظور از ما اقتصاددانان هست، اقتصاد هست، علم اقتصاد هست، تجربه بشری این رو میگه که اگر شما بازار سرمایه رو تقویت کنید، اگر منابع افرادی که ریسک قدرت ریسک پذیری دارن به سمت بازار سهام منتقل کنید، به نفع شما خواهد بود. از اون طرف افرادی هستن که مطلقاً قدرت ریسک پذیری ندارن. در دنیا ما سعی میکنیم این افراد رو هدایت کنیم به سمت بازار اوراق. بازار اوراق یک مقداری ریسک بالاتری از بازار سپرده بانکی داره. در واقع اوراق به عنوان پلی مطرح میشه که بین بازار سرمایه و سپرده های بانکی در واقع این پل زده میشه و افراد یک سال، دو سال، سه سال ممکنه در بازار اوراق حضور داشته باشن، فعالیت کنن، کم کم با این بازار آشنا بشن و به تدریج سعی میکنن که سهم سهام رو در پورتفوی خودشون افزایش بدن. از این نظر بازار اوراق میتواند تأثیر بسیار مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. نکته دیگر این هست که افراد مختلف ریسک پذیری متفاوتی دارند. ما نباید فقط دو اکستریم رو در نظر بگیریم که افرادی که کاملا ریسک اورس هستند و اینها رو مثلا فقط هدایت کنیم به بازار اوراق یا بازار سپرده بانکی، و افرادی که کاملا ریسک لاور هستند و ریسک خواه هستند یا ریسک دوست هستند و اینها رو هدایت کنیم به بازار سهام. حتی اگر فردی ریسک پذیری خیلی بالایی داشته باشه، همیشه اینطور نیست که ما توصیه کنیم که 100% پورتفوی رو به سهام اختصاص بدهند. معمولا یک نسبت معکوسی با سن در نظر میگیرن. دوستان میتونن در کتاب ها یا دوره های اصول سرمایه گذاری یا دوره های پرسونال فایننس یعنی مالی شخصی اینها رو یاد بگیرن. و این هست که شما سنتون که بالا میره، به خصوص مخصوصا اگر بالای 50 سال باشه، شما تدریجا سعی میکنید که سهم اوراق رو در پورتفوی خودتون افزایش بدید و سهم سهام رو کاهش بدید. از اون طرف کشور ما جامعه جوانی است، جامعه جوان توجیه میکند، در دنیا هم بارها و بارها دیدیم که در جامعه جوان نسبت پیپی بازار میتونه افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون افراد بیشتری نسبت به کل جامعه در بازار سهام سرمایه گذاری میکنند. این رو عرض میکنم، یعنی اینکه الان واقعا اگر شرایط مناسب بشه، من هیچ بعید نمیدونم که متوسط پیپی بازار به یک چیزی مثلا بین حتی 15 تا 20 برسه، یا حتی یک مقدار بالاتر از 20 هم ممکنه متوسط پیپی بازار برسه. و به این جهت عرض کردم، بارها و بارها عرض کردم که الان شرایط سال 1400 با شرایط سال 1199 اصلا قابل مقایسه نیست. اون زمان بازار بسیار گران بود، افتخار میکنم اون زمان بارها و بارها اعلام کردم که این بازار ریسک بسیار بالایی داره. الان خدمت شما عرض میکنم که بازار ریسک بالایی نداره، بازار بسیار ارزنده است. سهام گران هم داریم در این بازار، سهام های بسیار گران هم داریم در این بازار، ولی تعداد سهام ها محدود هست و سهام های کوچک هستند. این مثلا باید مد نظر قرار بگیرن. پس بنابراین الان من یک مقدمه خدمت شما در مورد در واقع رابطه بین اوراق و بازار سهام و سرمایه‌گذاران سهام خدمت شما عرض کردم که من این یک مورد رو اتفاقا مخل بازار سهام نمیدانم. البته نکاتی باید خدمت شما عرض کنم. اینکه شما تا ماه مرداد بالاترین رشد پای پولی رو داشته باشید، سعی کنید که به نحو اکمل از بانک مرکزی استقراض کنه دولت، بعد دولت جدید روی کار بیاد، بعد در عرض دو ماه ناگهان نرخ سود بازار بین بانکی، که من طرفدار اتفاقا افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی هستم، اما نرخ سود بازار بین بانکی رو ناگهان در عرض 40 روز شما 2% افزایش میدید، این مشکل ایجاد خواهد کرد. دقت میفرمایید، مثل اتومبیلی میمونه، اتومبیل بنزی میمونه. پدیده ارز کردم اوراق پدیده مدرن هست که ما ایرانیان اصولا به عنوان
در واقع سردمداران شاید تمدن بشری معمولا با پدیده‌های نو مخالفت کردیم، حداقل از زمان قاجار تا امروز. بله، اوراق پدیده مدرنی است، مثل یک اتومبیل بنز مدرن، یک اتومبیل رولز رویز مدرن. اونتا اگر این رو دست یک بچه ای دادید که رفت در پرتگاه انداخت، خب این اشکال بنز نیست، اشکال رویز رویز نیست، این اشکال راننده است. دقیق میفرمایید. اینکه ما ناگهان میایم خلق در واقع استقراض از بانک مرکزی رو که کار نادرستی بوده، ناگهان از نرخ رشد 40% به نرخ رشد 0 تبدیل میکنیم و جار میزنیم و افتخار میکنیم، اینها مشکلات خیلی جدی به وجود میآورند. من میخوام یک تفکیک قائل بشم، اینجوری اینجا صحبت خودم رو به این صورت خاتمه میدم که تفاوت هست بین این که اوراق چه میتواند باشد و این که در 2-3 ماه گذشته به شنف عمل شده است. دقیق میفهمید؟ این تفکیک رو باید در نظر داشته باشیم. من در خدمت شما هستم، از صبر شما هم تشکر میکنم. خیلی ممنون از شما دکتر سازندی گرامی. نکاتی رو آقای دکتر همدانی مطرح کردن، حالا اگر شما پاسخی به اینها دارید و حالا کامنتی دارید، نظری دارید، در خدمت شما هستیم. ولی فکر کنم حالا دکتر سازندی یه نکته جدید هم مطرح کردن که حتی موافق افزایش سود بین بانکی هم هستن، که این رو حالا من کمتر دیده بودم از توییتاشون یا نکاتی که میگن. در خدمت شما باشیم آقای دکتر همدانی. خواهش می‌کنم، عرض خاصی نیست، فقط دو سه مسئله. یکی اینکه اوراق بدهی در واقع یک رقیب، حالا ما نمیتونیم ممکنه بتونیم بگیم که اوراق بدهی به عنوان یک دارایی مخل بازار سرمایه نیستن. حالا اصلا بحث اختلال مثلا نیست، بحث اینه که اوراق بدهی رقیب سهام هستن. یعنی هر شخصی وقتی یک پورتفوی داره با هر درجه ریسک پذیری، معمولا حالا مگه اینکه افرادی که دیگه اصلا کاملا ریسک پذیر باشن، افرادی که کاملا ریسک پذیر هستن اصلا اوراق بدهی نگهداری نمی‌کنن. ولی همونطوری که ایشون مطرح کردن به درستی، یک طیفی داریم بین افراد ریسک پذیر و ریسک گریز که اینها درجه ریسک پذیریشون یا ریسک گریزیشون متفاوت هست. عموما افراد زیادی حالا بر حسب درجه ریسک گریزیشون سعی می‌کنن اوراق بدهی رو در سبد دارایی یا پورتفوشون نگهداری بکنن. بنابراین به همون میزانی که نقش اوراق بدهی در سبد دارایی افراد، یا اینجوری عرض کنم خدمتون، به همون میزانی که سهم اوراق بدهی در سبد دارایی فعالان بازار یا عرض کنم که سرمایه گذاران افزایش پیدا میکنه، به همون نسبت سهم سایر دارایی ها از جمله سهام و بازار سرمایه در پورتفوی افراد کاهش پیدا میکنه. برای سادگی اجازه بدید بحث رو چون میخوایم یه مطابق اقتصاد کلانی بحث کنیم دیگه، فرض کنیم کلیه افراد جامعه و کلیه سرمایه گذاران رو شما به صورت یک فرد در نظر بگیرید. یه فرض برای ساده سازیست و ایرادات بیشماری هم میشه بهش گرفت. منتها به عنوان تئوریسین ما میایم رو برای ساده سازی، برای اینکه بتونیم یک مفهوم خیلی مهم رو منتقل کنیم، فرض کنید که ما یک فرد بیشتر نداریم، کما اینکه این در واقع بیس تحلیل در یک تیپ مدل‌های اقتصاد کلان هم هست. خب طبیعیه این فرد یا میتونه اوراق به زبان بسیار ساده، به قول آقای دکتر زانو که استاد ما بودن، میگفتن یکی از علائم این که یک کسی روی چیزی تسلط داره و به خوبی روش دانش کافی داره اینه که میتونه به زبان و بیان ساده اون رو منتقل کنه. اگر کل جامعه و کل سرمایه گذاران این طرح اقتصادی رو به صورت یک نفر در نظر بگیرید، این فرد یا مختار اوراق بدهی، پس اندازش رو بین اوراق بدهی، سهام، نمیدونم طلا، ارز و چه و چه و چه و سایر دارایی ها تخصیص بده. خب طبیعی است به هر میزانی که اوراق بدهی سهمش افزایش پیدا بکنه، سهم سایر بازارها از جمله سهام و بازار سرمایه کاهش پیدا میکنه. بنابراین بازار اوراق بدهی نقش مکمل، نقش رقیب برای سهام رو در پورتفوی افراد پیاده سازی میکنه. نکته اول. نکته دوم هم این که حالا من فکر میکنم که ما به عنوان افرادی که حالا هم آقای دکتر سعدوندی عزیز که برجت، هم بنده که افتخار شاگردی آقای دکتر کاظم یاوری رو داشتیم، به خوبی به این مسئله واقف هستیم که حالا ایشون استاد راهنمای رساله دکتراشون، بنده استاد مشاور رساله دکترام، که حالا یا دولت ها موفق هستن در تأمین مالی کسری بودجهشون از محل اوراق بدهی، یا اگر موفق نیستن دولت ها بخشی از کسری بودجهشون رو نتونستن از طریق بازار بدهی تأمین مالی کنن. چه راهی باقی میمونه؟ یا افزایش مالیات ها، یا کاهش مخارج،
یا استقراض از بانک مرکزی. این کجاش اشتباهه؟ عرض کنم که خب بریم، اگه من عرض دیگه این ناظر به فرموشات ایشون ندارم، اگه سوال دیگه دارید خوش. من خدمتتون هستم که بریم سراغ محور. چون توی وقت شما هستیم من اجازه بدید دو تا سوالم پس بپرسم از شما. تاثیر واقعا آقای دکتر سربندی مخالف این گزاره بودن که میگفتن تأثیری بر روی بازار سرمایه داره نرخ اوراق، که حالا فکرام شما صحبت کردین در رابطش. بله تأثیر داره. اگه اجازه بدید من راجع به این مسئله زیاد بیشتر صحبت کنم. نه من فقط سوال دوم مطرح کنم دیگه. بله. کامل وقت رو بدیم به شما. یکی هم در رابطه با سود بین بانکی بالا هم صحبت کردن، اینم اگه ممکنه نظر خودتون رو بگید در خدمت. بله. حالا من راجع به اون خیلی کامنتی ندارم، ولی اجازه بدید چون من میدونم که طیف وسیعی از فعالان بازار سرمایه اینجا هستن و خیلی کنجکاو نسبت به این مسئله. ببینید وقتی اوراق بدهی منتشر میشه، خب ظاهر مسئله اینه که خب به هر حال بخشی از پسنداز جامعه یا نقدینگی جامعه بجت در قالب اوراق بدهی به دولت منتقل میشه. حالا کلمه نقدینگی رو استفاده نکنیم چون که روش حساسیت‌های وجود داره که درست هم اصلا یک غلط مصطلحی شده متاسفانه. مسئله که مهمه اینه که بخش زیادی از متقاضیان این اوراق بدهی خود سیستم بانکی است، به ویژه این که این اوراق بدهی در کشور ما تجربه نشون داده که به صورت تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و وقتی بانک‌ها برای خرید این اوراق بدهی اقدام می‌کنند، طبیعی است که بخشی از منابعشون عملاً به اوراق بدهی تخصیص پیدا می‌کنه. حالا اینکه بانک‌ها این شرایطی که بهشون تحمیل شده رو در قبال مشتریانشون چگونه در واقع چه تأثیری میذاره روی رفتارشون با مشتریان، اون خودش محل بحث دیگری است که من فکر میکنم مجال امشب نیست و میشه راجبش صحبت کرد. گلایه های بی شماری من دارم از مشتریان بانک ها که در واقع میگن که ما رو وادار کردن به خرید اوراق بدهی که اصلا لزومی نداشته، قبل از این اصلا این الزامی وجود نداشته، چرا ما باید یه همچین نرخ بهره بدیم و چه و چه و چه، که اصلا راجبش نمیخوایم امشب صحبت کنیم چون بحث امشب ما این نیست. ولی به طور کلی میشود نشون داد که این انتشار اوراق بدهی آقای دکتر همدانی ببخشید جانم. این نکته که مطرح کردید و من اینجوری متوجه شدم که شما میفرمایید که در بانک ها مردمی که میخوان سپرده گذاری بلند مدت بکنن با یه درصدهایی، بانک اونا رو وادر میکنه مستقیما اوراق بگیرن و حالا با نرخایی که هست. اینجوری درست متوجه بله بله. شدیم ساده سازی هم بکنیم. بله. حالا اونو میشه بله اونو اجازه بدید یه فرصت دیگری مفصل راجبش بپرسیم چون از اصل بحث دور میشیم. ببینید در ادبیات مطالعاتی وجود داره، مثلا در داخل کشورمون هم هستن عزیزانی مثل آقای دکتر رسول بخشی دستجردی که نظریات قابل توجهی در این خصوص دارن، اعتقاد دارن که این خلق در واقع این اوراق بدهی باعث به وجود اومدن ناترازی در سیستم بانکی میشه. چرا و چگونه من ارجاع میدم به کتب ایشون، تألیفات ایشون که یه بحث بسیار مفصلی است و بعدا میشه راجبش بحث کرد. ایشون هم بر جهت از مکتب آقای دکتر دلالی هستن که بر جهت از افراد شناخته شده اقتصاد پولی در کشور و در خارج از کشور هستن. بنابراین میخوام این عرض کنم خدمتتون، بله در اقتصادی مثل ژاپن که الان فکر میکنم بالاترین نسبت بدهی به جی دی پی رو داره که اصلا درصد عجیب و غریبی میشه، در اقتصادی مثل ایالات متحده، در اقتصادی مثل هلند که اقتصاد داره یک شرایط نرمال هست و حتی بعضا این اوراق بدهی مورد تقاضا قرار میگیرن توسط بخشی از خارجیان، بخشی از سرمایه گذاران خارجی، انتشار اوراق بدهی ادبیاتی داره. ولی در اقتصادی که نرخ رشد متوسط نرخ رشد اقتصادی در 10 سال گذشته نزدیک به صفر بوده و نرخ بهره اوراق بدهی به 24% رسیده است، واقعیت قضیه اینه مثل شما پدر خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که این مثلا فرض بفرمایید 1,000,000 تومان درآمد داره، در 10 سال در طی 10 سال مثلا فرض بفرمایید 90 تا 1400 این درآمد 1,000,000 تومان باقی مانده و بدهی این خانواده، پدر این خانواده بدهیش داره همینجوری با نرخ 24% رشد میکنه.
خب طبیعی است که باید یک تناسبی، یک نوع در واقع حساب کتابی وجود داشته باشه این وسط. سوالی که مطرح میشه اینه که دولت برای باز پرداخت اوراق بدهی در سررسید خودش از به چه روشی میخواد در واقع این اوراق رو باز پرداخت بکنه؟ ممکنه برخی از دوستان بگن اینها رول اوور میشه، به زبان ساده یعنی در زمان تیه به اضافه یک در دوره آتی سعی میشه به میزان اصل و فرع اوراق تی، یعنی زمان قبلی، در واقع اوراق منتشر بشه. ولی خب اگر اقتصاد عمق بازار بدهی در اقتصاد شما به قدری کم بود که نتونست در واقع این میزان از اوراق بدهی تأمین مالی بشود، به فروش برسد، شما میخواید چه کار بکنید؟ عرض ما اینه با مختصاتی که اقتصاد ایران دارد، با ببینید الان از سال در 6 ساله منتهی به سال 90 موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به طور متوسط 5.4% رشد داشته. رشد اقتصادی و تولید ملی تابعی است از موجودی سرمایه در دوره‌های قبلی. حاصل در رو درس کنم که این رشد موجودی سرمایه در 6 سال منتهی به سال 90 شده از رشد اقتصادی صفر در 10 سال بعد از سال 90. حالا در 6 سال بعد از سال 90 موجودی سرمایه به طور متوسط 2.2% کاهش نشان میدهد. پس ما باید برای بعد از سال 1400 اگر روشمون رو نخواهیم تغییر بدیم، باید منتظر نرخ سطوحی منفی از نرخ رشد اقتصادی باشیم. سوالی که مطرح میشه در اقتصادی که رو به انقباض، مشکل رکود تورمی داره، رشد درآمد ملی منفی میشه، انتظار میره که منفی بشه چون اصلاحات اقتصادی به نظر نمیرسه شرایط برای اصلاحات اقتصادی امکان پذیر باشه، آیا در این شرایط ما میتونیم مثل یک اقتصاد نرمال اوراق بدهی منتشر بکنیم؟ آیا تحت هر شرایطی انتشار اوراق بدهی راه حل و درمان هست؟ بنده بر این باورم که با شرایطی که اقتصاد ایران دارد، با این نرخ رشدی که متاسفانه منفی است و با این نرخ فزاینده بهره اوراق بدهی، متاسفانه احتمال اینکه دولت از عهده تأمین مالی، از عهده بازپرداخت اوراق بدهی و تعهدات قبلی خودش بر نیاد، متاسفانه به طور مستمر در حال افزایش. بنابراین ما باید نسبت به این مسئله خیلی توجه داشته باشیم. وقتی اقتصاد رکود داره، وقتی اقتصاد در شرایطی است که رشد منفی داره، منابع دولت هم به هر حال تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، حداقل از محل درآمدهای مالیاتی که میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین ما باید توجه کنیم که اقتصاد ایران با اقتصاد ژاپن یا اقتصاد ایالات متحده کاملا متفاوته. چه بسا تجارب جهانی در این خصوص درسته که حائز اهمیت و قابل اعتناست، ولی لازمه که ما به بومی سازی دانش هم توجه ویژه‌ای بکنیم. صرف تقلید و بکارگیری تجارب جهانی نمیتونه کمکی و دردی از ما دوا بکنه. ما نیازمند بومی سازی تئوری‌های اقتصادی در اقتصاد ایران هستیم. شرایط اقتصاد ایران امروز یک شرایط رکود تورمی است. کجای دنیا در اقتصادهای پیشرفته رکود تورمی تجربه شده؟ اساساً در اقتصادهای پیشرفته اجازه نمیدن اقتصاد به سمت رکود تورمی بره. بنده در قالب یک جمله خیلی کوتاه عرض کردم، اجازه بدید یه مقدار اینو بیشتر تشریح کنم و باز کنم. توجه صرف به رفع و کنترل تورم ما رو نباید از توجه به رکود اقتصادی برحذر کنه. ببینید ما در شرایطی هستیم که تحریم ها از یک سو هزینه های تولید رو دارن افزایش میدن. این باعث انتقال منحنی ارز کل به چرخ میشه، به زبان ساده باعث افزایش هزینه های تولید میشه، به زبان ساده باعث کاهش تولید در کشور میشه. حالا ما بیایم سرمایه گذاری خصوصی رو که درایور اصلی رشد اقتصادی هست رو تحت تاثیر قرار بدیم از طریق توجه صرف افراطی و بی‌رویه به اوراق بدهی، نمیتونه اتفاق صحیحی باشه. یکی از نشونه‌های رکود تورمی
دوستان عزیز، این هست در اقتصاد ایران که ما داریم میبینیم قیمت همه چیز رو به افزایش، اقتصاد در شرایط تورمی است ولی بازار سرمایه متاسفانه اونجوری که باید شاید روش نمی کنه. اوراق بدهی ابزار مناسبی است ولی باید هوشمندانه به کار گرفته بشه. صرف انتشار اوراق بدهی بدون توجه به پارامترهای اقتصادی کلان ایران ما رو متاسفانه میتونه از اهداف اقتصادیمون به دور کنه. انتشار اوراق بدهی ابزار بسیار مناسبی است. در بسیاری از کشورها داره است، در خیلی از کشورها، در قریب به اتفاق کشوری دنیا داره استفاده میشه. حجم بازار بدهی بعضا در خیلی از کشورها از جی ام پی اون کشور هم بزرگتره. بله، منتها اون اقتصادهای رکود تورمی دارند، آیا با چنین شرایطی مواجه هستند؟ خیلی این مسئله خیلی مهمیه که ما باید بهش حتما توجه بکنیم. من سوال شما رو فکر میکنم که خاطرم بله اگه لطف بفرمایید پاسخش بود جناب دکتر احمدی، پاسخ شما رو شنیدم در رابطه با اول سوالی که مطرح کردن. اجازه بدیم ببینم، اگه بخوام جمع‌بندی کنم جناب، خواهش می‌کنم ببینید، اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ما یک بخش دولتی داریم، یک بخش خصوصی داریم. خب اوراق بدهی در واقع یه بخشی از نقدینگی و پسنداز جامعه رو که میتونه بره صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی بشود، میاد و صرف تأمین مالی کسری بودجه و مخارج دولت میکنه، اشکالی نداره، ولی ظرفیت اقتصاد کلان هم اهمیت داره. امروز ما باید به این پاسخ، به این سوال جواب بدیم که نسبت بهینه بدهی به جی ام پی برای اقتصاد ایران چقدره؟ ما میخواییم به چه نسبتی از بدهی به جی ام پی در اقتصاد ایران دست پیدا بکنیم؟ وقتی جی ام پی رو به کاهشه، آیا حجم اوراق بدهی نباید کاهش پیدا بکنه؟ یا بدون توجه به کاهش جی ام پی و نرخ رشد منفی اقتصادی ما باید الا ماشاءالله اوراق بدهی منتشر کنیم؟ اگر دولت از عهده بازپرداخت اوراق بدهی برنیامد چه؟ اون وقت چه کار باید بکنیم؟ آیا باز دوباره باید بریم سراغ استقراض از بانک مرکزی؟ آیا باز باید بریم سراغ افزایش مالیات ها؟ آیا این اقتصاد توان تحمل فشار مالیاتی بیشتر از این رو داره؟ یعنی ما در واقع شرایط کسب و کارمون مساعد نیست، فشار تورمی داریم که امکان برنامه‌ریزی رو برای بنگاه‌های تولیدی گرفته، از سمت دیگه فشار مالیاتی رو می‌خوایم افزایش بدیم، از یه سمت دیگه داریم دامن میزنیم به رکود، و نکته دیگه این که تامین ما در تامین مالی اختلال ایجاد میکنیم، یعنی در تامین مالی در واقع مورد نیاز برای سرمایه گذاری خصوصی مشکل ایجاد میکنیم. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از شما جناب دکتر حمدانی. فکر میکنم نکاتی که دکتر حمدانی گفتن، جناب صدبندی، نکاتی که تقریبا تمام هم بچه بازار سرمایه هم اقتصاددانایی که حالا نوع نگاهشون مثل دکتر حمدانی مطرح میکنن در رابطه با اینه که میگن اوراق چیز خیلی هم خوبیه، ولی آیا اقتصاد ایران اصلا توانایی این مدل مدیریت با اوراق رو داره و اصلا توان تحملش رو داره؟ و اتفاقاتی که میگن در رابطه با بازار سرمایه و کل اقتصاد، میخواستیم نظر شما رو بشنویم. در خدمت. بله ببینید، من تلاش خودم رو میکنم که این طرز فکرها رو تغییر بدهم. دقت میفرمایید و خدا رو شکر موفق بودم و تا الانم تونستم تا حدی در جامعه رسوخ کنم. ما 50 سال هست که یک کودک 6 ماهه‌ای داریم تحت عنوان خودروسازی و سعی میکنیم همیشه پستونک دهنش بگذاریم، شیشه شیر دهنش بگذاریم، و هر زمانی که ما گفتیم که اجازه بدید رقابت شکل بگیره، اجازه بدید درها باز بشه، گفتند یعنی اقتصاد من ایرانی با اقتصاد آمریکایی ایالات متحده، با اقتصاد ژاپنی ژاپن یکی هست، آیا نژاد من ایرانی با اونها یکی هست؟ ما فرق میکنیم، اقتصاد ما فرق میکنه، ما احتیاج به مدل بومی داریم. من از این مدل‌های بومی خسته شدم آقای الیاس کردی. ما از این کشور ما خسته شد. 50 سال است که ما داریم مدل بومی اختراع میکنیم در این کشور. پس کافیه اجازه بدید یک مقدارم ببینیم در دنیا چه میگذرد. اجازه بدید ببینیم تجربه دنیا چه بوده. در بسیاری مواقع سخنانی که مطرح هست در کشور ما به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی دقیقاً وارونه آن هست که در دنیا گذشته است. نمونش مسئله اوراق و تامین کسری بودجه دولت.
ببینید من از یک جا خدمت شما شروع کنم. این که کسری بودجه چه هست؟ اگر دولت بتواند مالیات را افزایش بدهد، اگر دولت بتواند از طرق دیگری درآمد داشته باشد، دولت موظف هست درآمد داشته باشد و این رو ما روش تأمین کسری بودجه نمی نامیم. دقت می فرمایید. مثلا افزایش مالیات، اگر دولت واقعا می تواند افزایش مالیات داشته باشد در شرایط امروز اقتصاد ایران، خب برود و داشته باشد، ما اینا دیگه کسری بودجه نمی دانیم. اون چه که پس از دریافت مالیات، پس از تأمین منابع از در واقع منابع دیگر مثل مولدسازی، مثل فروش دارایی ها، آنچه که باقی میماند ما کسری بودجه میداریم. این کسری بودجه رو در کشورهای پیشرفته دنیا فقط و فقط از محل اوراق تامین میکنند، عرض کردم، ولی بانک مرکزی البته به طور غیر مستقیم دخالت میکنه و تزریق میکنه. یک چیز حدود 20% اوراق دولتی در کشورهای مختلف دنیا توسط بانک مرکزی خریداری میشه، تورمزا هم نیست. این رقم در ژاپن مثلا 40% هست. دقت میفرمایید. یا باید عرض کردم، یا باید از محل انتشار اوراق تامین بشه، یا باید از محل کسری، از محل پولی سازی و از محل استقراض از بانک مرکزی تامین بشه. دقت بفرمایید، اوراق یعنی استقراض از کل جامعه، پولی سازی یعنی استقراض از بانک مرکزی. هر دوی اینها استقراض هست. اینا خطای سیستماتیک است. اگر ما فکر کنیم یکیش استقراض است، یکیش یک چیز دیگر است، نه، هر دوی اینها استقراض است. خوشحالم که جناب آقای دکتر همدانی به این مسئله اشاره کردن که اتفاقا اون پولی سازی خیلی میتواند مخرب باشد. اما شاید نکات دیگری در ذهنشون است که به نحو دیگری دولت میتواند درآمدی داشته باشد. اولا دقت بفرمایید، ما میخواستیم در مورد رابطه اوراق با بازار سرمایه صحبت کنیم. این راهکارهایی که داره ارائه میشه به مراتب بدتر از اوراق است. اینکه شما بیایید در شرایطی که بازار سرمایه اعتماد از دست رفته فلان پالایشگاه را اعلام کنی یک ماه دیگر به فروش میرسانم، این به نفع بازار سرمایه نیست. اینکه شما اوراق رو متوقف کنی، انتشار اوراق رو متوقف کنی، بری عرضه اولیه رو افزایش بدی، مطمئن باشید به نفع بازار سرمایه نخواهد بود. اینکه شما انتشار اوراق رو متوقف کنی، بری به سمت اینکه دارایی‌های دولت رو به فروش برسانی، که دارایی دولت کدامه؟ یک سند وجود داره، بنده خودم در این زمینه تخصص دارم، بنده خودم پروپوزال نوشتم برای دولت، شخص وزیر سابق اقتصاد ورود کردن و اجازه ندادن اجرا بشه در زمینه مدیریت دارایی ها و مولدسازی دارایی ها. بنده تخصص دارم در این زمینه، دارم خدمت شما عرض میکنم. دقیق میفرمایید شما اینکه الان کویر لود، کل کویر لود یک سند داره، خب ما اینو بذاریم بفروشیم، کی میخره؟ یک جایی هم که شما میتونی بفروشی میتونه تخریب بسیار گسترده به بار بیاره، میتونی منابع طبیعی تو بفروشی. دقیق میفرمایید، ولی این چه توسعه پایداری خواهد بود؟ دقیق میفرمایید، بسیاری از مسائلی که تحت عنوان روش‌های تأمین کسری بودجه دوستان عزیز مطرح کردند به خاطر این است که هیچ وقت در عمل نبودند، در اجرا نبودند. دقیق میفرمایید، اینها مسائل اساسی ماست. یک نکته رو من خدمت شما عرض کنم، بسیاری از افرادی که منتقد اوراق هستند تا حالا در عمرشون اوراق نخریدند، در بازار اوراق حضور نداشتن. نمیخوام از شما دو عزیز سوال کنم که آیا در بازار اوراق حضور داشتید و فعالیت کردید یا نه، ولی دوستان عزیزی که الان مخاطب ما هستند، یه چیزی حدود 1500 نفر، کلاه خودشون رو قاضی کنند، آیا تا حالا اوراق خریدید؟ اینکه جناب آقای دکتر همدانی میفرمایند که افراد میان تصمیم میگیرند که از سهام برن به سمت اوراق، از اوراق بیان به سمت سهام، بله این اتفاق افتاده در طی یک ماه گذشته. حداقل من اطلاع دارم که در واقع ورودی فیکس اینکام، صندوق های فیکس اینکام افزایش پیدا کرد. این واقعیته، این اتفاق افتاده. منتها ما از اون طرف رفتیم اینا رو مجبور کردیم صندوق فیکس اینکام خودش یه مقداری سهام هم خریداری کنه. دقت می‌فرمایید، این به اجرا برمیگرده. اجرا یک بحثه که آیا درست عمل شد در اجرا یا درست عمل نشد، که به باور بنده خیلی راحت خدمت شما عرض کردم که متاسفانه در عمل درست عمل نمی‌کنیم. یک مسئله این است. یکی اینکه بگیم که ما چون ایرانی هستیم، چون تحریم هستیم، چون رکود تورمی داریم، چون نرخ رشد تشکیل سرمایه‌مون از نرخ
استهلاکمون کمتره، پس ما دیگه به تجارب دنیا احتیاجی نداریم. من اینو خیلی زیاد شنیدم، مناظره هم داشتم دو هفته پیش با عزیزی در بازار سرمایه، دقیقاً همین مسئله روشون عنوان کردن، گفتن آیا هرچه در دنیا داره انجام میشه موفقه ما باید انجام بدیم؟ خیر. از من بپرسید میگم اگر چیزی در دنیا داره انجام میشه موفقه، خیلی ما باید جرأت داشته باشیم که اینو رد کنیم. و جرأتشو داریم، بله اطلاع دارم جرأتشو داریم. ما خیلی راحت منابعمون رو به هدر میدیم، ما خیلی راحت تئوری هایی میدیم که در عمل وقتی بعد از 50 سال هم شکست خورده باز هم ادامه میدیم اون تئوری ها رو. اینا رو باید در نظر بگیریم. پس ببینید، یک مسائلی هست که وضع بازار سرمایه و وضع اقتصاد کشور رو بدتر میکنه. ما در علم اقتصاد یک منحنی داریم تحت عنوان لافر کرو که مطمئنم جناب آقای دکتر همدانی هم کاملا با این مسئله آشنا هستن. شما نرخ مالیاتتو به افزایش میدی، مقدار مالیات دریافتید کاهش پیدا میکنه. چرا؟ رکود تورمی. همین کلید واژه‌ای که جناب آقای دکتر همدانی فرمودن، رکود تورمی. شما اگر در رکود بودی نرخ‌های مالیات رو افزایش دادی، به هیچ وجه به نفع اقتصاد شما نخواهد بود. و واقعیت این هست که اتفاقا مالیات کاهش پیدا میکنه در بسیاری مواقع. اینها مسائلی است که در دنیا حل شده است. ما امیدواریم که در کشور ما هم یک روزی برسه که عامه فعالان بازار بدانن که افزایش مالیات خیلی بیشتر میتونه به بازار سرمایه صدمه بزنه تا اینکه تأمین کسری بودجه از محل اوراق انجام بشود. فروش دارایی‌ها رو خدمتتون عرض کردم که متأسفانه با تلاش شبانه روزی فعالان بازار سرمایه، متأسفانه این در دستور کار دولت قرار گرفت. قرار هست که ماه آینده این قضیه شروع بشه تا آخر سال ادامه پیدا کنه. بنده میدونم تنها هستم، میدونم یک فرد هستم، ولی تلاش خودم رو کردم. در گذشتم توانستم کل مسیر رو تغییر بدم، الان هم تلاشم رو خواهم کرد که این مسیر رو تغییر بدم. اگر عرضه اولی ها گسترش پیدا کنه، یک دلیلی که بازار سقوط کرد فقط این نبود که نرخ بهره اوراق و نرخ بهره بازار بین بانکی ناگهان 2% افزایش پیدا کرد، فقط به این دلیل نبود که نرخ رشد پایه پولی رو ناگهان صفر کردیم، فقط به این دلیل نبود که در یک ماه یک چیز حدود چند ده هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. چه کسی میگه که چند ده هزار میلیارد تومان در یک ماه اوراق منتشر کنیم؟ بنده چنین صحبتی هیچ وقت نکردم، هیچ وقت تایید نکردم. اینجور روش های در زبان انگلیسی میگن رکلس، یعنی بی احتیاط. از این طرف میذارید اون طرف دارید ویراج میدید تو این بزرگراه سیاست گذاری پولی. قطعا به زمین خواهیم خورد اگر با این وضعیت ادامه پیدا کنه. نیاز هست در سیاست گذاری پولی از افرادی استفاده بشه که سالیان سال تجربه داشتند. دقیق میفهمید، نه اینکه بخوام یک مدل، من کاملا مخالف اجرای مدل بومی ایرانی در سیاست گذاری پولی کشور هستم. 100% من جانم آقای دکتر سربندی، حالا یه نکته مهم رو شما اشاره کردید، یعنی دکتر سربندی که اینجا به عنوان موافق حالا بحث اوراق به این نفع از خودش هم انتقاداتی داره به اندازه‌ای که داره ماهانه داره. بله. آره این نکته رو من از بین صحبت شما شنیدم، گفتم شاید مهم باشه اگه میخواین راجع به صحبت کنید، چون انگار خود شما ولی باید یک نکاتی رو عرض کنم. اگر که کسی بگه که افرادی که ریسک پذیر هستند ترجیح میدن نرخ بهره 24% در شرایط تورمی 50% دریافت کنند، برای من خیلی عجیب هست. دقت میفرمایید، اینا رو دقت کنید. اینها در دنیا جا افتاده، کوچه بازاریا، افرادی که شاید مثلا 3 کلاس سواد دارن، 5 کلاس سواد دارن، این مسئله خیلی خوب میفهمن. یه زمانی بهشون میگه آقا بیا سرمایه گذاری کن، میگه سال 96 رو شما در نظر بگیرید، آقا بیا تو بورس سرمایه گذاری کن، بیا کارخونه بزن، اصلا بیا شرکت، بیا کسب و کار خودت رو بنداز. کاملا مخالفت میکردن، پولشون رو گذاشته بودن، خیلی از کارخونه ها تعطیل کردن، سرمایه در گردش رو فروختن، پول رو قرار دادن، بچه حاصل رو عواید در واقع تراکنش رو قرار دادن در نظام بانکی و بهرش رو دریافت میکردن. چرا؟ به زبان بی زبانی اینا میگفتن نرخ بهره اسمی نیست که برای من مهمه، نرخ بهره واقعی است که برای ما مهمه. اینا خیلی با هم تفاوت داره. درس اقتصاد 101 هست، اقتصاد سال اول. حتی من دیدم در دبیرستان در کشور پیشرفته، حداقل دو کشور امریکا و انگلیس رو خودم مشاهده کردم، خودم حتی تدریس میکردم، در دبیرستان هم من دیدم که
در مورد این مسائل صحبت میکنن. نرخ بهره واقعی ما در سال 96 یک چیزی حدود 20-22% بوده روی سپرده های کلان. نرخ بهره واقعی ما الان روی سپرده های کلان یک چیزی حدود منهای 20% هست. شرایط منهای 20% وقتی نرخ بهره واقعی شما منهای 20% هست، از کجا نرخ بهره واقعی رو به دست میارید؟ نرخ تورم انتظاری رو در نظر میگیرید، در واقع نرخ بهره که بانک میده، نرخ بهره اسمی روی سپرده های کلان رو شما در نظر میگیرید، مثلا این چیز حدود 22-23%. حالا این رو منهای نرخ تورم انتظاری بکنید، یا مثلا نرخ بازده صندوق های فیکس اینکام یا درآمد ثابت رو در نظر بگیرید، منهای تورم انتظاری بکنید. خب الان نرخ بهره اوراق منهای 20% است، یکی از بالاترین نرخ های منفی در دنیاست. ما از بالاترین نرخ مثبت بهره رسیدیم به بالا، یعنی پایین ترین نرخ، یعنی با، یعنی اگر عدد در واقع عددی بخوایم در نظر بگیریم، از نظر منفی منفی ترین نرخ را در دنیا ما باشیم الان. دقیق میفرمایید، حالا ونزوئلا بحث جدایی داره ولی به جز ونزوئلا احتمالا ما هستیم. و ملاحظه میفرمایید که در ترکیه هم جوار ما از مدل بومی ترکیه استفاده میکنند. اونجا آقای اردوغان تک و تنها وایساده میگه اگر نرخ بهره افزایش پیدا کنه تورم بالا میره. نرخ بهره رو کاهش داده، لیر سقوط کرده. خب بعدن دست دراز کرده، دست به دامن امارات شده که قول 10 میلیارد دلار رو بده، مثل دفعه قبل که قطر قول داد که به اردوغان کمک کنه، این دفعه امارات قول داده. تا که این قول ها میتونه ادامه پیدا کنه وقتی تو برخلاف کل دانش و تجربه بشری عمل میکنی. در کشور ما یک بخش بزرگی از اقتصاددانان، من خدمت شما عرض کنم بالای 50% اقتصاددانان متاسفانه طرفدار همین مکتب اردوغانی هستن. یعنی تصور میکنه نرخ بهره اسمی رو اگر افزایش بدیم تورم افزایش پیدا میکنه. آقا اینها با هم متفاوته. شما وقتی که نرخ بهرت رو از نرخ، ببین، از نرخ تورم انتظاری نرخ بهره اسمی شما بالاتر بره، اون وقت احتمال واگرایی وجود داره. مقاله‌ای که من خدمت آقای دکتر صادقی یک بار خلاصش رو عرض کردم و در برنامه چشم‌انداز که اشاره فرمودند، باز دوباره اینجا عرض می‌کنم، مقاله بسیار مشهوری در زمانی که ایالات متحده در زمان آقای پاول ولکر موفق شد تورم رو کنترل کنه، همه می‌دانستند که از ابزار اوراق میشه استفاده کرد برای کنترل تورم. و جالب اینجاست، به محض اینکه تورم کنترل میشه، یعنی در عرض شاید 2 سال، در عرض 18 ماه بازار سرمایه برای سالیان سال رشد میکنه. چرا رشد میکنه؟ برای اینکه نرخ تنزیل به شدت کاهش پیدا کرد. ما هم میتوانیم در کشور این کارو داشته باشیم و میتوانیم حتی بهتر از زمان ورکر در امریکا عمل کنیم. چرا؟ برای اینکه تجربه اونا جلوی چشم ماست. اگر میخوایم مدل بومی داشته باشیم، از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم، بعد سعی کنیم که اصلاح کنیم. ما میتوانیم سیاست‌های ضد تورمی در پیش بگیریم. در حین اجرای سیاست‌های ضد تورمی، بازار سرمایه را وظیفه داریم تقویت کنیم. چرا وظیفه داریم تقویت کنیم؟ چون تقویت بازار سرمایه ضد تورمی است. این نکته بسیار مهمی است که بارها و بارها دیدیم در سال 98 و نیمه اول سال 99 وقتی بازار سرمایه در حال رشد بود، منابع جذب حساب‌های جاری کارگزاری ها می شد. ملاحظه فرمودید که فشار بر روی نرخ ارز کاهش پیدا کرد، فشار بر روی تورم کاهش پیدا کرد. اگر شما الان می خواهید تورم رو کنترل کنید، بازار سرمایه رو امید بدید، بازار آزادسازی قیمتی انجام بدهید، همزمان سعی کنید که سیاست های ضد تورمی در پیش بگیرید. اما یک سری نکاتی جناب آقای دکتر فرمودن که من روی اینها میخوام یک مقداری در واقع گله کنم از جناب آقای دکتر. سربندی اگه اجازه بدید، آقای دکتر سربندی اگه اجازه بدید تو نوبت دوم، چون حالا تایم گرفتم به خاطر این دوست دارم بعد بعد من بگم، شاید آقای دکتر خواستن جواب بدن. یک دقیقه رو من خدمت شما عرض کنم. من اینجا چون نوشتم آقای دکتر، اگر من نگاه هم به شما نیست، چون دارم یادداشت میکنم، فرمودن که انتشار اوراق، آیا انتشار اوراق بدهی در هر شرایطی درمان است؟ خیر، چه کسی این ادعا رو کرده؟ اصلا چه کسی در دنیا یک چنین گزاره‌هایی رو به کار میبره؟ کدام اکادمیشن در دنیا، کدام فرد علمی در دنیا میاد میگه هر جوری خواستید اوراق منتشر کنید؟ مطلقاً چنین چیزی نیست. آیا اقتصاد ایران با اقتصاد ایالات متحده و ژاپن متفاوت است؟ بله متفاوت است، ولی آیا تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد ژاپن و اقتصاد آمریکا یا باعث میشه ما خودمون رو محروم کنیم از تجربیات بشری، از علم و دانش بشری؟ فرمودن ما نیازمند بومی‌سازی نظریات اقتصادی هستیم، که من در مورد این دیگه بنز کافی صحبت کردم. فرمودن که سرمایه‌گذاری خصوصی با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری خصوصی رو به حاشیه میبریم. این مطلبی هست که بعد در دور بعد من خدمت شما توضیح کافی خواهم داد. سپاسگزارم.
به نظر میرسه یه دوراهی بزرگ اینجا باشه که اختلاف نظر بین شماست و دکتر همدانی و احتمالاً این دیدگاه ها. اینی که خب به هر حال در رابطه با نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره آقای دکتر سعدبندی فکر کنم میگن که میتونه وقتی که تورم 50% بشه کسی احتمالاً از اون 30% استفاده نکنه. آقای دکتر همدانی میگن نه تاثیرگذار هست. به نظر میرسه اینجا یه اختلاف نظری باشه. دکتر همدانی عزیز اگه نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت دکتر سعدبندی بفرمایید و ببینیم نظر شما چی. در خدمتی. خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر سعدبندی عزیز. ببینید عرض شود که فرمایشات های دکتر از دیدگاه rational expectation و rationality کاملا صحیحه. ببینید این کاملا گزاره درستی است که ما بگوییم زمانی که نرخ بهره اسمی کمتر از تورم است، یعنی نرخ بهره واقعی real interest rate منفی است، یک فرد ریسک پذیر سراغ اوراق بدهی نمی رود. و خب بنابراین استدلال بنده رو هم از این طریق میشه در قبلش نقد وارد کرد. اما جناب دکتر سعدبندی عزیز همونطور که بهتر از من مطمئنم این کار بهتر از بنده مستحضر هستید، در بازارهای مالی تئوری های رفتاری از اهمیت بسیار زیادی برقرارند. مبنایی ترین و اون فرض هسته‌ای اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری از قضا اینه که ما در بازارهای مالی رشنالیتی نمی‌بینیم آقای دکتر. یعنی مسئله‌ای که مطرح هست اینه که حالا خدای نکرده نمی‌خوایم در خصوص به حال فعالان بازار سرمایه گذاری به کار ببریم که مناسب نباشه، ما رفتارهای توده‌ای رو چگونه در واقع توضیح میدیم؟ آیا رفتارهای توده‌ای درسته؟ آیا ما فرارهایی که از بازار سرمایه خودمون دیدیم درست بودند؟ خب معلومه که نبودند. بر اساس استدلالات جنابالی که بله جنابالی یک متخصص فن هستید، اما بازارهای دارایی و بازار سرمایه به ویژه ابعاد روانشناختی هم دارند. موضوع ایجنتی که مورد بررسی ما سرمایه گذار یک انسان است. فروش اوراق بدهی تأثیرات روانی بر بازار بدهی داره. تمام فعالان بازارهای دارایی الگوی دقیق و صحیح ذهنی جنابالی رو ندارند و اساساً مشکل مقاله سارجنت همای دکترین هست که این مقاله قدیمی است و جنبه‌های رفتاری مسئله رو در نظر نمیگیره. بنده در جایگاهی نیستم که بخوام اسم سارجنت رو حتی به زبون بیارم آقای دکتر، یه وقت خدای نکرده اشتباه نشه، ولی عرض بنده اینه که مقاله‌ای که جناب علی دارید بهش استناد میکنید به مسائل رفتاری اصلا توجهی نداره. الگوهای رفتاری امروز در تجزیه و تحلیل رفتارهای سرمایه گذاران در بازار یک مقاله رو بفرمایید که این مسئله رفتار مسئله روانشناسی فروش اوراق رو بررسی کرده باشه. من ندیدم تا حالا. آی دکتر اوراق مسئله مالی رفتاری، حالا من از بحثم دور نشم به احترام جناب علی پاسخ بدم چون برای من عزیز هستید. مسئله اقتصاد و مالی رفتاری یه مسئله‌ای که به تازگی مطرح شده، در واقع بعد از اتفاقاتی که بحران‌های مالی که ما دیدیم، خودتون بهتر از من اینا رو می‌دونید، به تازگی مطرح شده ولی به سرعت در حال پیشرفته. و من اینو خدمت شما عرض کنم که این اقتصاد رفتاری در ایران انشالله طی سالهای آتی ما شاهد حضورش خواهیم بود بر اساس بیگ دیتا، بر اساس دادهای بزرگی که از رفتارهای فعالان بازارهای سرمایه مشاهده میشه، خیلی چیزها قابل رصد کردنه. اون الگوهای رفتاری که بر اساس عرض کنم که بیگ دیتا استخراج میشه لزوماً بر مبنای رشنال و عقلایی شما عمل نمی کنه های دکتر. یعنی این که بله به لحاظ عقلانی استدلال جنابالی کاملا صحیحه، منتها تمام حرف ما اینه تصمیم سازان در بازارهای دارایی و سرمایه گذاران در تصمیم سازی خودشون لزوماً عقلایی تصمیم سازی نمی کنن. اجازه بدید استفاده کنم از بیانات خود جنابالی. فرمودید که سهم‌ها بسیار بسیاری از سهم‌ها الان در بازار سرمایه ارزنده هستن، چرا استقبال نمیشه از بازار سرمایه؟ دقیقاً به همین دلیل، به این دلیل که ابعاد روانی بسیار تاثیرگذار هستند بر سرمایه گذاری.
بنابراین وقتی ما مسئله اوراق بدهی رو در واقع وسط میاریم، به این مسئله هم لازمه توجه داشته باشیم. مضاف بر این که بنده هم مقاله دارم آقای دکتر خدمت شما معرفی خواهم کرد که نرخ بهره مجانبی رو، نه نرخ بهره اسمی، نرخ بهره مجانبی رو در واقع تاثیرگذار میدونه و مقایسهش میکنه با نرخ رشد اقتصادی. محصول صندوق بین المللی پول هم هست IMF و مطمئنم شما اونو مطالعه فرمودید و کل ادبیات هم اینجوری نیست که اجماع داشته باشه روی مقاله سارجنت. بلنچارت هم دیدگاه خودش رو داره، محققین صندوق بین المللی پول هم دیدگاه خودشون رو دارن، سارجنت هم دیدگاه خودش رو داره. این از این مسئله. عرض کنم که برگردیم به سال جناب علی. جناب عذرخواهی میکنم، جناب سوالتون چی بود؟ گفتم در رابطه با نظرات آقای دکتر سعدبندی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. من عرض دیگه ای ندارم، این مسئله خیلی مهمه. یه نکته مهمی دارم که آقای دکتر سعدبندی بهش اشاره دارن، میگن زمانی که مثال دارم میزنم و انتظار تورمی 50% باشه و شما نرخ بهره رو مثلا بیاد روی 30%، مثال دارم میگم، باز آقای دکتر سعدبندی با توجه به صحبتی که داشتم میگن من اون کسی که حالا به قول معروف ریسک‌پذیرتره شاید بله وارد، خب حالا میتونه تو وارد بازار کالایی یا وارد بازار سرمایه یا جای دیگه بشه و اعتقادشون اینه که من سالها دکتر رو دنبال میکنم، اعتقادشون که این به قول معروف رابطه قطع هست. دکتر سردار اگه اشتباه میگم بنده رو تصحیح بفرمایید. خب دو تا ملاحظه جناب دهکردی عزیز. نکته اولی که عرض کردم خدمتتون، نکته اول که عرض شد خدمتتون، یکی بحث رشنالیتی و بحث مالی رفتاری هست که حالا سعی کردم تشریح کنم. مسئله دوم مقایسه بازدهی حقیقی دارایی هاست. درسته که بازدهی اوراق بدهی یکی از منفی ها بوده، ولی بازدهی بسیاری از سهم ها هم در مدت مشابه متاسفانه منفی بوده. بنابراین به طور مشخص یه نوع در واقع مقایسه به وجود میاره برای بسیاری از افراد صرف نظر از اینکه چه درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی دارن. بله ریسک گریز درجه ریسک پذیری و ریسک گریزی اهمیت داره، ولی میزان بازدهی حقیقی هم اهمیت داره. همه افراد لزوماً دید بلند مدت ندارن. همین وضعیت یکی دو سال قبل بازار سرمایه را اگر ببینید و مقایسه کنید با همون بازدهی منفی اوراق بدهی، اگر بازدهی اوراق بدهی رو کسر کنید از بازدهی بسیاری از سهام مثبت خواهد بود. این اثر و نقشیست که باید فکر میکنم بهش توجه بشه و مخفول واقع شده. بنابراین در سیاست گذاری در خصوص انتشار اوراق بدهی ما باید توجه داشته باشیم که صرف منفی بودن بازدهی حقیقی اوراق بدهی نمیتونه موجه در واقع هر میزان هر کاری که ما میخواییم بکنیم باشه. باید اگر واقعا دغدغه بازار سهام رو داریم و دغدغه بازار سرمایه و بخش ریل سکتور اقتصاد رو داریم، باید به این مسئله توجه داشته باشیم. و نکته دیگه سعی می‌کنم من خیلی جمع‌بندی شده و خلاصه صحبت کنم. نکته دیگه این که واقعیت قضیه اینه امروز دولت سهم بسیار زیادی داره در اقتصاد ایران. مداخلات دولتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از حد بهینه هستند و ما در این خصوص فرصت بهبود داریم. این اصلا تخصیص منابع در اقتصاد ما به هم زده. دولت باید بره به سمت هرچی بیشتر کوچک شدن. در این خصوص ما سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی رو هم داریم، بیشتر از 15 سال ابلاغ شده. اگر سهم دولت در اقتصاد ما بیشتر از حد بهینه نبوده، پس چرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده؟ چرا ما اینقدر اصرار داریم بر خصوصی سازی؟ پس چرا در خصوص خصوصی سازی در واقع جدی نیستیم؟ یا چرا بر سر رفع موانعش در واقع جسارت کافی به خرج نمیدیم؟ این فکر کنم جمله خیلی بهتریه. من در خدمت شما هستم. دست شما درد نکنه. الان نکته ای که آقای دکتر همدانی گفتن فکر کنم یه قسمتی هم آقای دکتر سعدبندی شما قسمت اول صحبتتون اشاره کردید، یه مقداری شاید مخالف بودید اگه اشتباه نکنم در رابطه با صحبتی که آقای دکتر همدانی کردن در رابطه با هم بحث مولدسازی و خصوصی‌سازی در مقطع فعلی، حالا با توجه به حساسیتایی که خودتون دارید. آقای دکتر سعدبندی در خدمت شما باشیم و این نکته آخری هم که آقای دکتر همدانی گفتن اگه میشه برامون یه ذره بیشتر بشکافید در رابطه با اینکه دولت سهم بسیار زیادی در اقتصاد ایران داره و نظر شما رو هم بپرسیم. مرسی.
بله خواهش میکنم. البته برای من مغتنم هست جناب آقای دکتر صادقی همدانی، ما در چشمانداز مناظری رو داشتیم خدمت ایشون در چند دقیقه آخر. ایشون اتفاقا استناد کردند به مقاله سارجنت والاس و طبق مقاله سارجنت والاس فرمودند همونطور که بسیار از اقتصاددانان ایرانی، حتی برخیشون از بهترین دانشگاه دنیا اینها فارغ التحصیل شدن، برداشتشون از مقاله سارجنت والاس این بوده که در واقع وقتی که نرخ بهره اوراق مثلا 24% یا 26% یا 28% هست، این نرخ بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بلند مدت ایرانه که مثلا 5% 4% در نظر بگیریم، و برای همین ما میریم به سمت در واقع واگرایی در بازار اوراق. من در همون برنامه خدمت آقای دکتر توضیح دادم و خوشحالم که اینجا متوجه شدم که جناب آقای دکتر صحبت بنده رو شنیدن در اون مناظره، که من اونجا توضیح دادم که در concluding remarks آقای سارجنت و آقای والاس که به عنوان دو تا از بالاترین و بزرگترین اقتصاددانان تاریخ و به عنوان نویسنده یکی از مهمترین مقالات در واقع علم اقتصاد، همین مقاله که الان داریم اشاره میکنیم سارجنت والاس 1981، در واقع اینجا در مورد نرخ بهره واقعی صحبت کرده بودن. آقای دکتر ببخشید، چون شاید مردم، خیلی از مردمی که دارن ما رو دنبال میکنن همون مناظره رو ندیده باشن و همین مقاله رو نخونده باشن. اگه امکان داره آره بریم سراغ حالا مقاله بعدی. ممنون آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من فقط یه نکته رو عرض کنم. مقاله که آقای دکتر میفرمایند رو من، مقاله که بهش استناد کردم فقط اون مقاله نبود، حالا اسامی رو به خاطر نسپردم، سه تن از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هستن. مقاله سارجنت والاس همون چیزیست که فکر کنم 1981 هم هست آقای دکتر، عنوانش هم هست Unpleasant Monetary Arithmetic، هم چی چیزی. این مقاله دقیقا دیدگاه آقای دکتر سعدبندی رو داره، ولی اون چیزی که من عرض میکنم نگارش سه تن از کارشناسان IMF هست. بله، محاسبات نامطلوب اقتصاددانان پولی. این طور مدند محاسبه انجام دادم. من خدمتون توضیح بدم، خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم. ببینید 1981 زمانی است که امریکا در واقع نرخ تورم بالایی داشت، آقای ولکر وارد شد و توانست یک چیزی که به نظر نشدنی می رسید رو به خوبی کنترل کنه، و اون این بود که نرخ تورم دو رقمی رو کاهش دادند، هزینه هایی که پرداخت کردن هزینه های بالایی نبود، یک مقدار یک دوره مختصری رکود به وجود آمد، و جالب اینجاست که بازار سرمایه انقدر رشد کرد که به حباب بزرگ 1987 رسید. دقیق می‌فرمایید. در این مقاله در مقابل میاد میگه که هم این من صحبت جناب آقای دکتر صادقی اتفاقا همینطوری بحث میکنن، آقای سارجنت و والاس اونجا میان میگن که آقا اینطوری نیست که هر وقتم اوراق منتشر کردی به نفع تموم بشه، ممکنه مشکل به وجود بیاد. بعد میگن کی مشکل به وجود میاد؟ میگه اگر نرخ بهره واقعی شما بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بود ممکنه مشکل به وجود بیاد. حالا مشکلی هم که به وجود میاد چیه؟ میگه ممکنه شما وقتی نتونی تورم تو در حد مثلا زیر 2% نگه داری، مثلا بشه 4% که بازم اون هم مطلوبه، ولی اون زیر 2% نتونی نگه داری. دقیق میفرمایید مقاله این هست، یعنی میگه دقیقا همون صحبت آقای دکتر صادقی که مطرح کردن در مورد ایران، میگه آقا انقدر هم افراطی نریم جلو، ممکنه شرایطی پیش بیاد، محاسبات جبری میشه نشون داد. دقیق فرمودید، محاسبات جبری اساتید اقتصاد میتونن داشته باشن که نشون بده اوراق میتواند به تورم هم در بلند مدت منجر بشود، چون انقدر برای تمام متخصصین علم اقتصاد قطعی بود که اوراق جلوی تورم رو میگیره که اینها اومدن شرایطی رو هم نشون دادن. حالا شرایطش در ایران من بخوام ترجمه کنم چی میشه؟ در ایران این میشه که اگر ما نرخ تورم انتظاریمون مثلا 45% باشه، اگر نرخ اوراق از مجموع تورم انتظاری و نرخ رشد بلند مدت 30 سال آینده به عنوان مثال بیشتر باشه، فرض کنید نرخ بلند مدت رشد اقتصادی ایران 5% باشه، حالا میگه اگر نرخ اوراق خیلی بالاتر از 50% باشه، خیلی بالاتر از 5 به علاوه 45 باشه، ممکنه شرایطی پیش بیاد که این رولووری که ما میگیم در نهایت یک زمانی مجبور بشیم از بانک مرکزی استقراض کنیم. جالب اینجاست که تا امروز این شرایط در دنیا پیش نیامده، ولی هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که ممکنه یک روزی به وجود بیاید این شرایط. یعنی آقای دکتر صادقی هم اشاره کردن کشور ژاپن نسبت بدهی دولتی نسبت اوراق به جی دی پی 250%. میدونید در ایران این نسبت چقدره جناب آقای الیاس کردی؟ بینندگان عزیز، جناب دکتر، درصد در ایران
28%، بله، 28% و ما در 28% اوراق حراسی رو آغاز کردیم. دقت می‌فرمایید، اوراق حراسی جدی. ما اصلا حالا خدا رو شکر، من تشکر می‌کنم از آقای دکتر صادقی که نگفتند اوراق یک مسئله امنیتیه که مثلا قراره که بالاخره مسائل خیلی خاص فردی بیاد انجام بده. نه، این چیزی تجربه جهانی، ما داریم تجربه جهانی رو عرض می‌کنیم خدمتتون. دقیق می‌فرمایید. ببینید، این نکته اول که من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. پس بله، اوراق می‌تواند در شرایط بسیار ویژه از نظر تئوریک به بحران تبدیل بشود. آیا تا امروز بحران بدهی داخلی در دنیا داشتیم؟ خیر، تا امروز در دنیا نداشتیم. هرچه بوده بحران بدهی خارجی بوده. اگر بحران بدهی در یونان داشتیم، چون ارز یونان به یورو هست، بدهی های یونان به یورو بود و بانک مرکزی مستقل که مثلا دراخما که قبلا ارز یونان دراخما بود دیگه، دراخما منتشر کنه، یونان نداشت و بازم دیدیم که مدیریت شد. یکی از مزایای بزرگ اقتصاد ایران این هست که حالا اینجاست که ما میتونیم بگیم مدل بومی احتیاج داریم، چون که متفاوتیم. ما یکی از کمترین نسبت های بدهی خارجی در دنیا رو نسبت به جی دی پی داریم و این دلیلی بود که ما به سمت ونزوئلا نرفتیم، وگرنه ما 4 سال پیش دقیقا مثل دوست و برادر داشتیم میرفتیم، همون مسیر هم داشتیم طی میکردیم. نه 4 سال، 8 سال پیش، یعنی در ابتدای دولت تدبیر امید اتفاقا کار درستی دولت انجام داد و جلوی تورم رو اون زمان گرفت. حالا من برگردم ببینید، اون مسئله هم که در مورد روانشناسی فروش اوراق آقای دکتر فرمودند، بله روانشناسی داره، بله رفتار گله‌ای رو ما می‌بینیم در اقتصاد، بله اگر افراد بترسن، اگر اعتبار بازار از دست بره، اگر افراد به سیاست‌گذاران اعتماد نکنن، بازار سالیان سال میتونه در خواب زمستانی بره و من ترس بنده همین هست. الان شرایط اوراق، بله شرایط شرایط بازار سرمایه مهیاست، اما با این روش‌هایی که ما شورکنسپت کنی که یک روز میگیم ارزش 4200 حذف میکنیم، افراد میرن سهام مثلا تولید مرغ میخرن، سهام مثلا سهامی که مرتبط با 4200 هست خریداری میکنن، فردا میگیم برگشتیم از راهمون. قرار هست قیمت خودرو رو آزاد کنیم، فردا میگیم برگشتیم. ببینید، اینها بیشترین صدمات رو زده. من میخوام اینجا نور بیافکنم بر سیاهی ها، بر تاریکی ها. اونجا رو ما ول کردیم. چرا فعالان بازار همه یک صدا نمیشن که جلوی مسائل رو بگیرن؟ چرا این همه مشکلاتی که در بازار هست همه رو کنار میگذاریم، میچسبیم به یک مسئله که اتفاقا به نفع اقتصاد ایران است، اتفاقا درمان است، اتفاقا در کشورهای دیگه هم به خوبی جواب داده. ما الان نرخ بدهی دولتیمون، نه نرخ اوراق، دقت بفرمایید، نرخ کل درصد کل بدهی دولت به جی دی پی چیز حدود 28%، در ژاپن 250%، در امریکا بالای 100-120%، در بسیاری از کشورهای دنیا بین 80 تا 120% قرار داره. دقیق می‌فرمایید. پس از نظر پتانسیل رشد، باز آقای دکتر صادقی ما کاملا همسو هستیم. بازارها یک رول آف تامپ در دنیا وجود داره، یک محاسبات سرانگشتی. شما اگر اندازه بازار سهامت به اندازه در واقع کل تولیدات یک کشور بود، یعنی به اندازه تولید ناخالص ملی بود و بازار اوراق و بدهی دولتیت به اندازه اینها بود، میتونی بگی اقتصاد در یک شرایط تعادلی قرار داره. حالا 50% بالاتر 50% پایینتر هم مشکلی نیست. یعنی از زمانی ما مثلا نسبت بازار اندازه بازار سرمایه بوده مثلا 50% نسبت به جی دی پی، الان بالای 100% نسبت به جی دی پی، باز مشکلی نداره. ولی اگر که خیلی تفاوت پیدا کرد، شما میتوانید از این تفاوت ها استفاده کنید در جهت سیاست گذاری. ما نسبت بازار بدهی، اندازه بازار بدهیمون نسبت به تولید ناخالص ملی خیلی پایینه، نسبت استقرازمون از بانک مرکزی در طول تاریخ بشریت، من تاکید میکنم در طول تاریخ بشر تا امروز که ما آمار داریم، کشوری نبوده که 50 سال به طور مداوم تورم داشته باشه، 50 سال به طور مداوم پولی سازی کسری بودجه داشته باشه. بعد ما بیایم از اینها رو در واقع هدف قرار ندیم، این مشکل ماست. دقیق میفرمایید، شرایط ما از نظر سوء مدیریت اقتصادی در طول تاریخ بشر بی سابقه است. 50 سال به طور مشخص ما تورم داشتیم. یک توصیه ساده بنده کردم، اصلا بعید میدونم این آقای مثلا ریاست سازمان برنامه بودجه فعلی اصلا شنیده باشه. ما صحبت کردیم آقا میخواید حلش کنید، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، قبل از انقلابم انجام دادیم، بعد از انقلابم انجام دادیم. من اصلا فکر نمی‌کنم ایشون اصلا شنیده باشند. اصلا من نمی‌دونم این بحثی که ما می‌کنیم آیا یکی از این مسئولین میشه زحمت بکشن حضور داشته باشن، ارائه طریقم بدیم. این گوش پنبه توشه، متأسفانه نمی‌شنوه. ما در زمینه
اندازه باز، ولی بازم جناب آقای الیاس‌گردی، جناب آقای دکتر صادقی، من هم مثل شما معتقدم اینجوری که شما بیایید چند ماه اوراق منتشر نکنی، بعد یه دفعه اوراق منتشر کنی، بعد متوقفش کنی، بعد کجای دنیا تا حالا بازار اوراقش اینطور بوده؟ آخه کجا؟ شما یک مورد مثال بزنید. آقای بنده خودم تلاش کردم به دولت بقبولونم در سال 98، تلاش کردم به دولت بقبولونم آقا اوراق منتشر کنید، نکردند. تا وقتی بازار سهام داغ شد، اوج گرفت، روز 13 خرداد سال، برید برید بررسی کنید، ببینید ببینید دقیق من عرض میکنم خدمتتون یا نه، روز 13 خرداد سال 99 شروع کردم به اوراق منتشر کردن. تاثیر خود شما میدونید، جناب دکتر صادقی هم میدونن، شما سیاست گذاری پولی امروز به در واقع تعیین کنی، اثرشو بین 2 ماه تا 6 ماه 7 ماه میگذاره. غیر اینه، خب شما وقتی 13 خرداد شروع کردید به اوراق منتشر کردن، طبیعیه که مرداد بازار معکوس بشه. اگر به طور مساوی اوراق منتشر میکردن هیچ وقت این اتفاقا نمیافتاد. دوباره متوقف کردن چهار اوراق رو، رفتن اسفند دوباره اوراق منتشر کردن، دوباره متوقفش کردن، بعد رفتن شهریور چند ده هزار میلیارد تومان، من واقعا آمار دقیق رو نمیدونم، اوراق منتشر، بعد دوباره حالا این دوستانی که میگن آقا مهر اوراق منتشر شده، آبان اوراق، آقا نشده، اگه میشد خوب بود. آخریش در انتهای آبان یک حراجی گذاشتن که من نمیدونم آیا اصلا خریداری شده یا خریداری نشده. من فقط یک جمله دیگه هم بگم، این اوراق که در ایران منتشر میشه، آقای دکتر صادقی درست گفتن، همسو هستیم. آقا اصلا این اوراق نیست، این داره به بانک اجحاف میکنه، به بانک در واقع زورچپون میکنه. این که به بانک زورچپون بشه اوراق، یعنی بازم همون پولی سازی در نهایت، البته بهتر از پولی سازی، حالا اگر فرصت شد من خدمتتون توضیح میدم، بهتر از پولی سازیه، ولی در نهایت به همون جا می انجامد. حالا فعالان بازار چرا نگرانند؟ من این علامت سوال بزرگی است در ذهن بنده که هیچ وقت پاسخش پیدا نکردم. ببخشید اگر اطاله کلام صورت. ممنون از شما جناب دکتر صادقی. من اتفاقا با این بحث و با آقای دکتر احمدانی ادامه بدم. خیلی از فعالای بازار و حالا اونایی که دلشون میسوزه مثلا بالا از اقتصاددانا و نکاتی که حالا مطرح میکنم، میگن این کشورهایی که دکتر صدبندی اشاره میکنن و اون نسبتی که حالا 20-25% و نسبتهای بزرگ رو مطرح میکنن، اینها زمانی که اوراق میفروشن خرج مثلا مصارف روزانشون مثل حقوق و دستمزد و چیزهای دیگه نمیشه. و این صحبت حالا انتقادی که تو شبکه اجتماعی هست، من دوست دارم هم شما هم دکتر صدبندی، بعد از آقای احمدانی به شما هم میرسیم و دیگه چون دقایق حالا پایانی هستیم، دیگه دوست دارم که آقای دکتر صادقی راهکار شما برای نجات اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی واقعا چیه، و بعد از اون حالا دوباره میرسیم اون 3-4 دقیقه آخر باز در خدمت شما باشیم، هم جنبندی هم دوست داریم شما هم پیش بینی داشته باشید. در خدمت شما دکتر احمدی. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر صدبندی عزیز، نکات قابل استفاده ای مطرح کردن. عرض کنم که حالا من هی یاد اون نکته هم که فرمودن میفتم، امیدوارم که بتونم ادامه بدم. عرض کنم که ببینید سوال خیلی خوبی است. ما اقتصادمون فرصت های بهبود خیلی زیادی داره جناب دهگوردی عزیز. اخیراً مطالعه‌ای رو جناب دکتر پسران منتشر کردن که بر اساس نتایج اون مطالعه 80% مشکلات اقتصاد ایران، خب طبیعتاً اون مطالعه مبتنی بر یه سری فروض است، ما باید همه اینا رو در نظر بگیریم، ولی بر اساس نتایج اون مطالعه 80% از مشکلات اقتصاد ایران ریشه داخلی دارد. ببینید ما متاسفانه در حوزه مداخلات دستوری، همونطور که آقای دکتر صدبندی اشاره کردن، مشکلات بسیار زیادی داریم. این ارز 4200، ارز ترجیحی، سیستم ارز چند نرخی واقعا مسئله مهمی است که واقعا برای هیچ کدوم از ماها روشن نیست، که حالا البته نه اینکه خیلی هم روشن نباشه، ولی میخوام عرض کنم که به لحاظ علمی خیلی روشن نیست که در واقع این اعطای در واقع برقراری سیستم ارز چند نرخی و عدم اعتماد به مکانیزم بازار، عدم آزادسازی قیمت ها و نرخ ارز چه دلیلی میتونه داشته باشه، چه پشتوانه علمی و کارشناسی میتونه داشته باشه. متاسفانه ما شاهد این بودیم که ده‌ها میلیارد دلار ثروت ارزی این کشور که میتونه صرف سرمایه گذاری بشه، میتونه صرف همین شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ما بشه، متاسفانه از کشور خارج شد
و ما الان چیزی دستمون نیست به غیر از سری برخوردهای قضایی و امنیتی. چرا ما سیستم رو به گونه‌ای، قواعد سیستم رو به گونه‌ای تعریف نمی‌کنیم که سیستم داره خود کنترلی و اصلاح باشه؟ چرا همیشه می‌ذاریم واقعه اتفاق می‌افته و بعد به دنبال علاج بعد از واقعه هستیم؟ چرا به دنبال این نیستیم که یک سیستم خودکار و اتوماتیک به وجود بیاریم که بتونه به طور خودکار به سریع‌ترین روش ممکن، به کم هزینه ترین روش ممکن، درجه کمیابی ارز، درجه کمیابی کالا رو ارز کنم که گزارش بکنه و بتونه تولید کنندگان رو در صورت کمیابی به تولید، عرضه کنندگان رو به عرضه و متقاضیان رو به مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا تشویق بکنه. مکانیزم قیمت و مکانیزم بازار آزاد دقیقاً به کم هزینه ترین و به سریع ترین شکل ممکن این کارو میکنه. متاسفانه ما شاهد انواع اقسام مداخلات دولت در قیمت گذاری، در نمیدونم انواع اقسام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های خلق‌الصوره در خصوص نرخ ارز، در خصوص تکالیف سیستم بانکی، در خصوص نرخ بهره، همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن هستیم که اینها تأثیرات بسیار سویی نه تنها بر عملکرد شرکت بورسی داره، بلکه اختلال در تأمین مالی و در نتیجه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنه. بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان ما مثل سرمایه گذاری، مثل تولید، اینا پروسیکلیکال هستن، یعنی موافق ادوار تجاری هستن. این مداخلات دولت نوعی کانتر سیکلیکالیتی ایجاد میکنه، نوعی در واقع اختلال ایجاد میکنه که این میاد و اصلا همه چیز رو برهم میزنه. متاسفانه اقتصاد کلان رو دچار ناپایداری میکنه و نوسانات اقتصاد کلان ما رو بیشتر میکنه. اینا مسائلی است که حتما باید بهش توجه بشه. ما در اخبار داشتیم که ریاست محترم دیوان محاسبات اعلام کردن که 2.5 برابر منابع بودجه عمومی سال 1399 ما یارانه پنهان پرداخت کردیم. حالا من میدونم که حساسیت هایی بر سر این مسئله، بله حتما باید اوضاع رفاهی مردم جبران بشه، حتما ما باید دستمزدها رو ترمیم کنیم، شکی تو این قضیه نیست. ما حتما باید در خصوص وسایل و مثلا خودروهای با کم مصرف حتما اقدامات لازم رو بکنیم، انحصارات دولتی رو باید از بین ببریم، خودروسازهای ما باید ارتقای کیفیت پیدا کنن. اینم با شعار امکان پذیر نیست، با حرف امکان پذیر نیست، و ما باید به در واقع خراب کردن و منهدم کردن این دیوار تعرفه‌ای که دور کشور وجود داره و دوستی خاله خرسی است در خصوص صنایع کشور، باید هر چه سریعتر اقدام کنیم. ما بنابراین اعتماد به مکانیزم بازار، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مداخلات دولتی، عرض کنم که هدفمندسازی یارانه‌ها، عرض کنم به حضور شما رفع تحریم‌ها، تلاش در جهت رفع تحریم‌ها، واقعاً امروز تولید کننده ما چه گناهی کرده که باید با رقبای بین‌المللیش هزینه‌های خیلی بیشتری رو بپردازه؟ ما باید طرف‌های متخاصم خارجی رو سر جاشون، حالا من نمی‌خوام خیلی بحث سیاسی بکنم، اونا واقعاً تو حوزه تخصصی ما نیست، ولی به هر جهت باید این تحریم‌ها حذف بشه و طرف مقابل باید مجاب بشه که این شیوه رفتار با شما، اگر مشکل سیاسی با مملکت دارید چیکار آخه به تاجر و مردم عادی و معمولی دارید؟ این تحریم‌ها باید هر چه زودتر لغو بشه و ان شاءالله ما بتونیم هر چه سریعتر به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیایم. ما باید در واقع ضوابط سازمان تجارت جهانی رو اجرا کنیم. تالنت ایرانی، استعداد ایرانی، باور بفرمایید از قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی برخورداره. ما میتونیم با خصوصی سازی، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، اعتماد هرچی بیشتر به کارآفرین ایرانی، به بخش خصوصی ایرانی، انشالله رقابت پذیر باشیم، بتونیم بر اساس مزیت‌های رقابتی و عرض کنم به حضور شما مزیت‌های کشور تولید بکنیم، تجارت کنیم، با دنیا داد و ستد کنیم، رقابت کنیم و از این منظر رفاه اجتماعی رو هرچه بیشتر و بیشتر حد اکثر سازی بکنیم. در خصوص اصلاحات سیستم بانکی نیازمند اصلاحات جدی هستیم. نظام تأمین مالی بخش تولید ما امروز از الگوی مرسوم تأمین مالی آن چیزی که در دنیا مرسوم هست تبعیت نمی‌کنه. این الگو باید تغییر کنه. ما بحث تأمین مالی داخلیمون، اینترنال فایننسمون، متاسفانه مشکل داره. بخشی از این برمیگرده به سیاست‌های مالیاتی غلط، سیاست‌های مالیاتی که عمدتاً میاد EPS رو هدف قرار میده به جای اینکه بیاد DPS رو هدف قرار بده. عرض کنم که اوراق بدهی شرکتی متاسفانه اونجوری که باید و شاید
خیلی جا نیفتاده و الا ماشاءالله رفتارهای بیشماری میبینیم که به ضرر بازار سرمایه هستن. ما اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم، اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصادی هستیم، از مسیر یک بازار سرمایه پویا میگذره. بازار سرمایه دماسنجی است که دمای بدن یک اقتصاد رو نشون میده و بازار سرمایه نیاز به دلسوزی و ترحم کسی نداره. بازار سرمایه صرفاً خواسته ای که بازار سرمایه داره اینه که مداخله در بازار سرمایه نشه، دست از سر بازار سرمایه بردارن، قیمت ها رو به حال خودشون بذارن، بازار به قدر کافی از قدرت کافی برخورداره که بتونه خودش مسائلی که داره رو حل و فصل کنه. خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار من و تشکر میکنم از جناب علی و آقای دکتر سردن. اتفاقا آقای دکتر همدانی عزیز، ما سعی میکنیم توی یکی دو دقیقه پایانی دوباره مزاحم شما بشیم برای پیشبینی هم دکتر سردن عزیز، هم ارائه راهکارا حالا، و این نکته هم که من پرسیدم از دکتر همدانی رو گفتم شما هم پاسخش رو به ما بگید اگر ممکنه، و در رابطه با راهکارهایی که دارید خیلی کوتاه و بعدش دیگه پیشبینی داشته باشید که بعد آقای دکتر همدانی رو پیشبینی داشته باشن دیگه از حضور شما عزیزان ما مرخص بشید. خواهش میکنم. البته واقعا جانا سخن از زبان ما میگویید. واقعا من خوشحال شدم آقای دکتر صادقی با این بیان شیوا این مطالب بسیار مهم رو فرمودند. اولویت ما همین ها هست. نه واقعیته، یعنی بالاخره ما باید دست به دست هم بدیم، با هم تلاش کنیم تا این وضعیت رو، این تفکرات مخرب رکودزای توجه میفرمایید واپسگرا رو ما باید عقب بزنیم. ما باید بریم بالاخره نشون بدیم. خیلی ها به علم اقتصاد در این کشور توهین میکنند، خیلی ها علم اقتصاد رو مورد در واقع بی‌محبتی قرار میدن. دلیلش این هست که تا حالا نشده که به توصیه واقعا علم اقتصاد عمل بشه، بله به توصیه افرادی عمل شده که ادعای اقتصاددان دارند و مرتب در توجیه وضع موجود متاسفانه گام برداشتن. و من کاملا یعنی واقعا خیلی خوشحال شدم آقای دکتر این صحبت‌ها رو مطرح فرمودند. فقط یک نکته ای آقای دکتر فرمودند که این نکته مقفول موند و من میخواستم که یک زمانی اگر فرصت بشه خدمت شما در واقع توضیحی عرض کنم. ببینید مسئله crowding out یا تحت عنوان، من تحت عنوان حالا خروج میتونیم ترجمه کنیم یا تحت عنوان تخلیه، من تحت عنوان تخلیه ترجمه کردم. تخلیه‌ای که مثلا هزینه‌های دولتی باعث میشه که سرمایه‌گذار خصوصی وارد نشود. دقیق می‌فرمایید. این کاملا مسئله درستیه. ببینید یک کتابی هست احتمالاً جناب آقای دکترم دیدند، احتمالاً برخی از اقتصاد برخی از مخاطبان ما هم الان دیدند. من اگر پیدا کنم یه لحظه اجازه بفرمایید. بله الان منتقل کردم به کتابخونه دیگر. بله می‌خواستم خدمت شما نشون بدم دنیا اقتصاد منتشر کرده، با عنوان دیگری منتشر کرده، تحت عنوان نبرد با رکود. آقای پاک کروگمن این رو منتشر کرده. بسیار بسیار کتاب خوبیه آقای دکتر، توصیه میکنم که ملاحظه بفرمایید. آقای کروگمن شاید مشهورترین اقتصاددانی هست که در واقع یک مقداری به نهله چپ یا به نهله اصلی اقتصاد کلان وابسته هست و برنده جایزه نوبل هست. در اون کتاب در واقع مباحثی رو که تحت عنوان سیاست‌های ریاضتی در اروپا در پیش گرفته شد به شدت مورد حمله قرار میده. چرا؟ ببینید یک زمانی هست که بخش خصوصی در اقتصاد سرمایه گذاری میکنه، فعال هست، اینجا دولت باید خارج بشه. دولت حق ورود نداره. اگر وارد بشه دولت، بخش خصوصی خارج میشه. وقتی بخش خصوصی خارج میشه، کارهای اقتصاد کاهش پیدا میکنه. یک زمانی هست که به قول شما ما در شرایط تحریمی و در شرایط رکود تورمی هستیم. اینجا بخش خصوصی وارد نمیشود، چه دولت وارد بشود چه دولت وارد نشود. اینجاست که اتفاقا باید دولت وارد بشود و سرمایه گذاری بکند. دقت میفرمایید. اینجاست که ما باید یک مقداری بودجه انبساطی مثلا میداشتیم. البته من توصیه‌ام این بود سالیان سال از سال 1994 به بعد توصیه‌ام این بود که یک مقداری بودجه رو انبساطی کنید. متاسفانه با صحبت‌های بنده رو من دیدم یه وقتی آقای نوبخت اومدن در تلویزیون مطرح کردن که ما می‌خوایم سیاست‌گذاری بودجه‌ای انبساطی داشته باشیم، سیاست‌گذاری پولی انقباضی. در عمل چه اجرا کردن؟ یک بودجه بردن مجلس که 70% رشد کرده بود و جای تأسف مجلس این بودجه رو تصویب کرد.
مورد تایید قرار گرفت، وارد اقتصاد شد، این صدماتی که میبینید امروز به اقتصاد ما زده و سالیان سال همین صدمات ادامه پیدا خواهد کرد. حتی ما اگر جلوی تورم رو بگیریم در سالهای آینده، حتی اگر تحریم نداشته باشیم، این نوع سیاستگذاری های افراطی که متاسفانه در کشور ما صورت میگیره، اینا تاثیرات مخرب خودش رو میگذارد. و واقعا اون بودجه هم که تصویب شد در 1400 مطلقا بودجه در واقع سیاست پولی انقباضی نبوده، سیاست پولی حد اکثر انبساطی به صورت حد اکثری بوده. و ملاحظه می‌فرمایید که آثار تورمی ظاهر شد، باز این دولت، عرض کردم خدمتون، اومد سیاست‌های کاملا متضادی رو در پیش گرفت که اینها هم با این افراط و از این افراط و اون تفریط که داریم میریم، اینها هم میتواند مضر باشد. من یک نکته جناب الیاس کردی هم یک نکته یک سوالی شما قبل مطرح فرمودید بله، جناب بله، الیاس بله، کردی. بله. چی بود؟ بله بله، در رابطه با این بود که خیلی از دوستان انتقادشون اینه که میگن اون کشورهایی که آقای دکتر سعدوندی نام میبره، اینها مصارف یعنی اوراق جای دیگه استفاده میشه، دولت فعلی به خاطر مشکلاتی که داره منابع رو صرف مصارف روزانه میکنه. بله، در خدمت شما. ببینید، آره این خیلی جالبه. دقیقاً. آره ببینید، ما بالاخره همه انسان‌ها همینطور هستن. دقیقاً می‌فرمایید. همه شرایط زندگی خودشون رو در نظر می‌گیرن، شرایطی که باش آشنا هستن در نظر می‌گیرن و به کشورهای دیگه تعمیم میدن. دقیقاً می‌فرمایید. یعنی در ذهن این عزیزان این هست که در کشورهای پیشرفته دنیا مثل ژاپن، مثل آمریکا، مثل اروپا، دولت‌ها یک بودجه جاری دارن، یک بودجه عمرانی دارن. دقیق فرمودید. بعد این اوراق منتشر میشه صرف بودجه عمرانی میشه. نه، اینطور نیست. اوراق منتشر میشه فقط صرف بودجه جاری میشه. دقیق فرمودید، فقط صرف بودجه جاری میشه. میدونم چقدر برای یک ذهن ایرانی سخت است. میدونم برای اقتصاددان ایرانی که سالهای سال اومدن آموزه در واقع آموزه های مطرح کردن که بودجه عمرانی خوب هست، بودجه جاری بد هست. میدونم چقدر سخت شنیدن این مسائل. اولا بودجه جاری، بزرگترین سرمایه گذاری ها در بودجه جاری صورت میگیره. سرمایه گذاری در آموزش، سرمایه گذاری در بهداشت، مهمترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در امنیت. دقیق میفرمایید، این در بودجه جاری هست. و مهمتر از همه اینها، یعنی مهمتر از امنیت هم خدمت شما عرض کنم، سرمایه گذاری در اعمال قانون. اگر قانون نباشه، اگر اعمال قانون به درستی صورت نگیره، اگر قوه قضاییه و قوه مقننه دچار کسری بودجه باشن یا از کیفیت کافی برخوردار نباشن، فاتحه توسعه رو باید در اون کشور بخوانید. نه، ببینید، وقتی اوراق منتشر میشه، اوراق فقط برای تامین بودجه جاری منتشر میشه. در تمام دنیا اینطور است. اگر بخواهند مثلا یک بزرگراهی رو تامین مالی کنند، اون اوراق خزانه که ما الان داریم صحبت میکنیم نیست. من یه چیزی که آقای دکتر صادقی باز مطرح کردن و تشکر میکنم ازشون، این بود که بر نقش مهم اوراق شرکتی تأکید کردند. دقیق میفرمایید. حالا این هم اگر یک زمانی ما اینقدر اوراق دولتی منتشر بکنیم که مثلا اوراق شرکتی تحت تأثیر منفی قرار میگیره، اتفاقا من با آقای دکتر صادقی همسو بودم. یعنی اوراق شرکتی خیلی میتونه برای کشور ما مفید باشه، برای بورس ما خیلی میتونه مفید باشه، خیلی برای تأمین سرمایه میتونه مفید باشه. متاسفانه سرکوب شد. یعنی ریاست گذشته سازمان بورس اعتقاد داشت که اوراق شرکتی منتشر نشود مگر اینکه تضامین کافی داده بشود. کجای دنیا تضامین کافی برای انتشار اوراق شرکتی میدهند؟ آخه این چه بحثی ما مطرح میکنیم؟ دقت فرمودید. حالا خدا من متشکرم از شما. این افسانه رو که مطرح کردید، افسانه در مورد سیاست های مالی و سیاست های پولی بسیار بسیار زیاده در کشور ما. یعنی مطالبی مطرح میشه که اصلا با واقعیت همخونی نداره. حالا اگر خواستن یک بزرگراه بسازن یا یک خط آهن بسازن، در بسیاری مواقع میرن چیکار میکنن؟ میرن در واقع اون جریان نقد آتی رو به اون پروژه اختصاص میدهند. دقت فرمودید، این دیگه تریجری باند نیست. این رو حالا تحت عنوان مثلا موگج باند بعضی وقتا شناخته میشه، یا این کام باند شناخته میشه. دقت میفرمایید، اینا اوراقی هستن که مثلا برای تأمین مالی یک مثلا پروژه عمرانی در کشورهای دیگه منتشر میکنند. این نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. اینکه جناب دکتر بازم به درستی اشاره کردن به اینکه دولت مداخلات گسترده در اقتصاد دارد، کاملا درست میفرمایند، همسو هستیم. ایشون رو هم دعوت میکنم، آقای دکتر صادقی، آقای الیاس کردی عزیز، فعالان بازار سرمایه، شما رو دعوت میکنم که مقابله کنیم با این مداخلات دولتی.
فاجعه به بار اومده در کشور ما. من میگن مثلا رنگ اقتصاد ایران در دنیا از نظر کسب و کار مثلا 150. من باور کنید من فکر نمی کنم به جز کشور کوبا و کره شمالی و ونزوئلا کشور دیگه اینقدر مداخله صورت بگیره. من بعید میدونم، یعنی رنگ ما پایینتر از کشور آفریقاییه، مطمئن باشید، شک نکنید. اما یک نکته هست که باید دقت کنید، اندازه دولت مرکزی متاسفانه در اقتصاد ایران بسیار کوچک است. من به شدت موافق بهینه‌سازی مخارج دولت هستم، به شدت مخالف کوچکسازی دولت مرکزی هستم. دولت مرکزی کوچک شده، اقمار دولت مرکزی و خصولتی متاسفانه تقویت شده. این اقتصاد کشور رو به فاجعه خواهد کشاند. دقیق می‌کنیم مخارج دولتی رو ما نمیتونیم خیلی روش فشار بیاریم، ولی میتوانیم کاملا اوورهال داشته باشیم، میتوانیم کاملا تخصیص منابع رو تغییر بدهیم. این مسئله باید صورت بگیره. پس مداخلات، بالاترین سطح مداخلات در دنیا رو متأسفانه دولت داره. اندازه بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص ملی کوچک هست و باید بزرگتر بشه. حالا چرا کوچک شده؟ چون به کارمند بدبخت دولتی به اندازه کافی حقوق نمیدهند. وقتی به اندازه کافی حقوق نمیدهند، اون وقت افرادی که صلاحیت کافی ندارند با رابطه جذب شغل دولتی میشوند. اینها همه مفاسد متعددی رو در پی خواهد داشت. سوال فرمودید در مورد پیش بینی در مورد چی جناب آقای چون مخاطبی که تو بازار سرمایه فعاله، من میخوام خیلی کوتاه اگه میشه در حد یکی دو دقیقه هم یه پیش بینی داشته باشید در رابطه با وضعیت بازار سرمایه توی، من میدونم حالا کوتاه مدت نه، یه مقدار بلند مدت اگر دوست دارید نظر بدی، و اینکه در رابطه با اقتصاد ایران در دو سه سال آینده، و یه دونه سوالم اگه اجازه بدید من اضافه تر بپرسم. من میدونم خیلی به یه خطی میشه، اما در رابطه با آینده مذاکرات توی این دور یا دورهای بعدی نظرتون چیه؟ مرسی. بله خواهش میکنم. اگر ببینید به اقتصاد ایران در چند سال آینده، اگر به این توصیه هایی که جناب آقای صادق همدانی جناب دکتر فرمودن و بنده هم کاملا همسو هستم، به این مسائل عمل بشه، مطمئن باشید اقتصاد ایران حتی اگر تحریم باشه، شاید ما اینجا اختلاف نظر دارم شاید داشته باشیم آقای دکتر، حتی اگر تحریم باشیم، اگر ما سقف تعرفه ها رو برداریم، ببینید عراق بعد از اینکه اشغال مورد اشغال آمریکا قرار گرفت، مرزهای تجاریشو به روی ایران برداشت. امریکا نمیخواست ایران و عراق با هم دیگه همسو بشوند، ولی میدانست که در شرایط بحران به نفع کشور جنگ زده هست که مرزهای تجاری رو برداره. آقا ما چرا نمیآموزیم؟ خب ما بریم مرزهای موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو برداریم. اصلا آقای دکتر من حالا یه مسئله، بازم اشاره خوبی ایشون داشتن، من حالا توصیه خدمت شما دارم آقای دکتر صادقی. آقا ما اصلا از WTO هم باید خیلی فراتر بریم، ما باید بریم به سمت پیمان تجاری، یعنی ما کامل مرز تجاری رو برداریم. صادر کننده عراقی بتونه هر چه خواست به بازار ایران صادر کنه، صادر کننده ایرانی اگر هر کالایی رو میتونه به بازار عراق صادر کنه. ما اصلا باید گمرک رو بین کشورهای منطقه برداریم. دقیق میفرمایید، ما اگر تحریم هستیم باید بریم به سمت این سیاست ها، دقیقاً معکوس داریم عمل میکنیم. ما انقدر که از تحریم داخلی ضربه خوردیم، از تحریم خارجی ضربه نخوردیم. آخه این چه وضعیه در این کشور؟ چرا کسی دلسوزی نداره؟ اگر این توصیه ها انجام بشود که فعلا که دولت در نقطه کاملا در تقابل جدی با این سیاست ها قرار داره، با این توصیه که همه کارشناسان دلسوز اشاره میکنن، دولت در تقابل جدی متاسفانه قرار گرفته، ولی اگر اینها اجرا بشود، من حالا باور نمیکنید، ولی من به عنوان فردی که دنیا رو دیدم خدمت شما عرض میکنم، باور بفرمایید رشد اقتصادی بسیار بالا خواهیم داشت. من جد به جد خدمت شما عرض میکنم رشد اقتصادی بالای 10% خواهیم داشت. همون شرایط جمعیتی رو داریم که ژاپن وقتی به اوج رسید اون شرایط جمعیتی رو داشت. ما همون شرایط جمعیتی رو داریم. ما می توانیم به کشور دیگه برسیم. بله فشار خارجی هست، من هم کتمان نمی کنم که اثر منفی میگذاره، ولی باز عرض کردم خدمتتون همین مانع زایی هایی که ما در اقتصاد داریم اگر حذف بشه، امسال سال مانع زایی بوده، آخه ما چقدر مانع جدید ایجاد کردیم امسال در اقتصاد؟ ما شما برید ببینید چند تا مانع زدایی انجام دادیم. اگر این مسائل اتفاق بیفته، وضعیت خیلی خوبه. وقتی که اعتماد سهامدار از بین میره، باز من اینجا همسو هستم با آقای دکتر صادقی، اعتماد سرمایه گذار از بین بره، رفتار همون رفتار گندهی توده‌ای من آقای دکتر، فقط اینجا این هست که من که نمیتونم که سهامدار رو محکوم بکنم، مردم رو محکوم بکنم. خب مردم اعتمادشون از دست رفت، خب چیکارش میخوایم بکنیم؟ خب میاد یه روز میگید که ارزش رو 200 میخوام حذف کنم، روز بعد حالا بنده اومدم حمایت کردم از دولت، خود دوستان دولت که مورد احترام هستند، که
شوراهای پشت صحنه رو صحنه گردان هستن، همه اومدن مخالفت کردن با حذف ارزش 420. خب شما خودتون داشتید به دولت قبل توهین میکردید، این همه انتقاد میکردید، انتقاد وارد هم بود، خب شما خودتون انتقاد کردید، چطور شد اینجا شما همش ساز مخالف میزنن؟ الان شما ببینید که در مورد 420 به جز فعالان بازار که من واقعا افتخار میکنم که خودم رو جزء فعالان بازار میدونم، به جز فعالان بازار چه کسی اومده از حذف ارزش 420 حمایت کنه؟ خب اینها ما در واقع هزینه هایی که فردا خواهیم کرد در آینده بسیار زیاد خواهد بود. این سوال شما رو من نمیتوانم و نمیخواهم جواب بدهم. ما الان شرایط بازارمون به کدوم سمت میره؟ باید متحد بشیم، همه دست به دست هم بریم، شرایط رو، زمین رو هموار کنیم. این زمین خیلی ناهمواره. ما باید مقابله کنیم با سیاست هایی که در جهت تخریب اقتصاد کشور و تخریب بازار سرمایه داره شکل میگیره. سپاسگزارم همه شما. آقای دکتر صدقی در رابطه با دور دوم مذاکرات هم صحبت، دوره مذاکرات که یکیش فردا شروع میشه و حالا تخصیص بنده، تخصیص بنده نیست. من هنوزم همون اعتقاد 50-50 که شاید در برخی از مصاحبه ها عرض کردم خدمتون، هنوز به نظر من اصلا اینطوری نیست که شما بتونید بگید که ممکنه به برجام برگردیم، ممکنه به برجام برنکردیم. حالا گزینه سوم که مطرح شده ممکنه که مثلا پلن بی دو کشور داشته باشند و به نتیجه برسن، هیچ مشخص نیست به کدوم سمت میریم و این نااطمینانی اتفاقی مقدار بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار داده. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. دست شما درده. آقای دکتر صادقی یه دسته فقط اجازه بدید، چون خیلی دولت داره اشتباه میکنه، اجازه بدید من اینو خدمتتون عرض کنم. من از آقایان دولتی، من میدونم خیلی افراد هستن ادعا دارن اقتصاد میدونن، این یک بار به حرف بنده گوش بدن، اعلام کنن قیمت ارز رو کاهش نمیدهن، همین نرخ نگه میدارن، اگر دسترسی به منابع ارزی داشتن آزادسازی تجاری انجام بدهن، نرخ های تعرفه رو کاهش بدهند. دقیق میفرمایید اجازه بدن یک بار شده فعالان بازار که اعتماد کردن به ندای دولت، به ندای حاکمیت جذب بازار سرمایه شدن، اجازه بدن از این منظر حداقل نااطمینانی رشد نکنند. سپاسگزارم. مرسی. آقای دکتر حمیدانی، ما این سه تا سوال اینن از شما هم بپرسیم و دیگه خدافظی کنیم. در خدمتی. خواهش میکنم. خیلی ممنون از آقای دکتر سردانی و همینطور جناب علی. عرض کنم که در خصوص اقتصاد ایران من کاملا همسو هستم با آقای دکتر سردانی عزیز. عمده مشکلات ما ریشه داخلی داره. ما فرصت‌های بهبود خیلی زیادی داریم. متأسفانه این تحریم داخلی است که بعضا حتی به بهانه تحریم خارجی توجیه کننده خیلی از مشکلات ما شده. ما آدرس غلط به مردم نباید بدیم. ببینید ارز 4200 واقعا برای هیچ کدوم ما امروز روشن نیست. همطور که عرض کردم خدمتون، چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ برخی از مسئولین ما متاسفانه به دلیل اینکه احساسات خودشون رو با در عرصه سیاست گذاری دخیل میدن دچار خطا میشوند. ببینید پرداخت ارز 4200 و ارز به طور کلی ارز ترجیحی صرفا و صرفا باعث میشه که یه عده‌ای حاشیه سودشون افزایش پیدا بکنه، ولی اون کسی که ارز 4200 رو دریافت میکنه، اون وارد کننده که ارز 4200 رو دریافت میکنه، در محاسبه بهای تمام شدهش در بازار آزاد که نمیاد که ارز 4200 رو ملاک محاسباتش قرار بده. اساسا فعالان بازار و متقاضیان کالا چه خبر دارن که چه کسانی ارز 4200 گرفتن، چه کسانی ارز 4200 نگرفتن؟ بنابراین ما نیاز داریم که در واقع مشکلات داخلی اقتصادمون مرتفع بشه. ما آدرس غلط به مردم نباید بدیم. مداخلات در عرض کنم که مداخلات دولت باید کاهش پیدا بکنه. اجازه بدید من مجددا تاکید کنم بر فرمایشات ارزشمند آقای دکتر سعدوندی در خصوص حذف در واقع تعرفه های گمرکی، به حداقل رسوندن تعرفه های گمرکی. کشور ما از یک مزیت خدادادی برخورداره. ما تعداد زیادی همسایه در پیرامون خودمون داریم که این تعداد زیاد همسایه قابلیت تحریم کردن اقتصاد ما رو بسیار بسیار کاهش میده. ما در شرایطی که باید از این فرصت استفاده بکنیم آمدیم و در دنیا رو برای خودمون بستیم، مثل که فردی میمونه که خودش رو ببره داخل زندان زندانی کنه، در زندان رو قفل کنه، خیلی باید ببخشید کلید زندان هم قفل کنه و پرت کنه به سمت بیرون زندان و نمیتونم واقعا یعنی قضیه بسیار ساده است، اصلا فکر کنید چیز خاصی واقعا نداره. بنابراین اقتصاد ایران اینکه چه آینده خواهد داشت، میتواند آینده خیلی خوبی داشته باشه.
باور بفرمایید حتی جهش اقتصادی هم دور از دسترس نیست، حتی دسترسی به رشد فرض بفرمایید حتی 4-5% هم دور از دسترس نیست، اما به شرط ها و شروط ها، به شرط اینکه نگاه اقتصادی حاکم بشود، به شرط اینکه نگاه اقتصاددانان ها، متاسفانه سیاست گذاری اقتصادی در دهه‌های اخیر در کشور ما بر اساس ملاحظات غیر اقتصادی صورت پذیرفته. عزیزان مهندس ما که همیشه مورد احترام بنده بودن نقش خیلی حالا اینجوری بگم خیلی بهتره، نگاه مهندسی متاسفانه غالب بوده. ما همین تصمیم ارز 4200 رو وقتی نگاه میکنیم نوعی تفکر دترمینیستیک و ماشین حسابی پشت سرش بود، تفکر اقتصادی پشت سرش متاسفانه حاکم نبود. در خصوص وضعیت بازار سرمایه بنده هم اجازه بدید مثل آقای دکتر سعدمندی در واقع خیلی اظهار نظر نکنم، ولی خب همونطور که فرمودن و همونطور که خیلی از عزیزان میدونند و من جالب خدمت دوستانمون عرض کنم، حتی عزیزانی که شاخص زمان که 2 میلیون بود منتقد بودن گفتن حباب داره، امروز من تعداد زیادی از اون عزیزان رو میشناسم از دوستان بنده هستن، حتی همون دست افراد هم امروز اعتقاد دارن آقا سهم ها بسیار ارزنده هستن و بالاخره این مداخلات دولت داره یه مقدار بازار رو اذیت میکنه، دولت باید دست از مداخله در بازار برداره. در خصوص مسائل سیاسی هم که خب با توجه به این که تخصص بنده نیست اجازه بدید اظهار نظر نکنم، صرفا من یه مسئله رو علاقمندم تاکید کنم و اونم این که در واقع این بلا تکلیفی باعث میشه که عدم اطمینان در اقتصاد ما بیاد بالا و هرچی میزان این عدم اطمینان بیشتر باشه به بازارهای دارایی ملتهب میشن، بازارهایی مثل بازار ارز و بازار طلا از این التهاب سود میبرن، بازارهایی مثل بازار سرمایه از این التهاب رنج میبرن. مجددا از جناب علی که این فرصت رو فراهم کردین تشکر میکنم، از استاد عزیز آقای دکتر سعدمندی هم متشکرم بابت نکات خیلی خوبشون، خیلی ممنونم و شب و روزگار بر همگی خوش. منم از شما آقای دکتر مدنی و جناب دکتر سعدمندی دو استاد بزرگوار خیلی خیلی تشکر میکنم، منت تر چشم بنده گذاشتید و افتخار دادید امشب رو در خدمت شما عزیزان باشیم. من سعی کردم توی مناظره بی‌طرف باشم و واقعا نظری رو نداشته باشم، فقط رعایت زمان رو کردم. تقریبا هم دو عزیز در یه حالا تایم صحبت کردن، از عزیزانی که ما رو دنبال کردن هم خیلی سپاسگزارم، ممنون، شب همگی بخیر. لایو رو هم سیو میکنیم که اگر دوستان خواستن بارها و بارها بتونن ببینن. به نظر من نکات بسیار مهمی داشت، هر کسی که در رابطه با اوراق حالا نظری داشت به نظرم تو نظر شما دوتا عزیز بود و صحبت شما عزیزان بود، مقالای خوبی هم به نظر من ارجاع دادید، کتابی هم که جناب دکتر سعدمندی اشاره کردن به نظر من کتاب جزایی میتونه باشه. خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم، شب بخیر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما آقای دکتر عزیز. خدا نگهدار آقای دکتر عزیز. قربون شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.